در اصول حکومتی بیرحمانه جهان آن روز و با بنیانگذاری شیوه حکومتی تازه در اساس احترام به حقوق و معتقدات افراد، صفحه تازه‌ای را در تاریخ بگشاید. بسیار رهبران و متفکران و نیک‌اندیشان دیگر بعد از او به همین راهی رفتند که سیر تحول مستمر جامعه بشری به سوی کمال حاصل آن است. آرزو کنید که با همفکری و همگامی همه نیک‌اندیشان جهان بار دیگر در عصر ما تاریخ ورق بخورد و صفحه تازه‌ای گشوده شود که در آن دیگر اثری از تاریکی ها، از فقر و جهل و بیماری و گرسنگی، از تبعیدها و از بی‌عدالتی‌ها نباشد. آرزو کنیم که فرزندان ما برای همیشه در جهانی فارغ از بیم و اضطراب به سر برند و در دیدگاه زندگی خیش چیزی به جز روشنایی و امید نداشته باشند. که شدی سرای من، هر کجا بروم نفسی برای من، جان و دل تو بگو که دهم به پای تو، با تو شد سپری غم روزگار من. مهر تو عجین با دلم، ای وطن ای وطن، عشق تو در آب و گلم، ای وطن ای وطن، نام تو بود جاودان، ای شکوه و فر جهان، تا ابد بمان مام ایران. در راه تو موتن پاک پرگوهر، جان را کنم در بر دشمنان سپر، روشن نما تا جهان زمین خود، از تو گرفته مه آسمان شد. جان به هم به راحتی
که تو ریشه اعتبار من، بی تو نباید نفسی بهار من، بر پا بود قله استوار تو، ایران تو ای مایه افتخار من. تو به ما خند دیگه، بخم 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 بخم. خیلی قشنگه. ای وطن ای وطن، نام تو و جاودان. فقط این دفعه به من دیگه نگاه، فقط تو این نگاه کن، کامرا نگاه نکن، کامرا فقط اینجا رو نگاه. آقا برو تو. درود به میلیون ها سرباز ایرانی و به دیگر جانبازان این سرزمین که در طول قرن های دراز جان خیش را فدا کردند تا ایران را زنده نگاه دارند. هر کسی در این مملکت به یک طریقی در سرنوشت و در خوشی این مملکت شریک است. قدرت من فقط ناشی از قدرت شماست و قدرت شما قدرت یک پارچگی ملت ایران است که امروزه در دنیا مورد احترام قرار گرفته است. میدانید که تا آخرین لحظه حیات از اون چیزی که تا به حال بودم تغییر نخواهم کرد و اگر تا به حال به اینجا با حمایت شما رسیده ایم، مسلماً به مرزهای تمدن بزرگ هم خواهیم رسید. در طول 2500 سال هر وجب از خاک این مرز و بوم با خون دلیران و جانبازان ایران زمین آبیاری شد تا ایران همچنان زنده و سربلند بماند. بسیار کسان بدین سرزمین روی آوردند تا آن را از پای در آورند، اما همه آنان رفتند و ایران بر جای ماند. کوروش شاه بزرگ، شاه شاهان، آزاد مرد آزاد مردان و قهرمان تاریخ ایران و جهان. آسوده بخواب، زیرا که ما بیداریم و همواره بیدار خواهیم بود.
با درود به روان پاک دو ابرمرد تاریخ ایران و جهان، اعلی حضرت جاوید رضا شاه بزرگ، بنیانگذار ایران نوین، و شاهنشاه آریامهر بزرگ، بنیانگذار تمدن نوین. درود بر ملت بزرگ ایران و با درود خدمت جناب آقای مهندس یاشی گرامی، کارگردان عزیز و خستگی ناپذیر ما. این هفته، هفته پایانی در رابطه با ماه مرداد هست که شروعش با درگذشت دو ابرمرد تاریخ ایران و جهان، به باور من دو قتل مشکوک که هر دو به دست انگلیس ها بود با کمک سایر کشورهای جهان، و به میانه مرداد که میرسیم به جشن مشروطیت، اون انقلاب بزرگی که در جهت ادامه راه ایران بود که ایران بر جای بمونه، پابرجا بمونه، با یک انقلاب صحیح در راه احیای مشروطیت، و سرانجام به انتها که میرسیم به 28 مرداد ماه، قیام ملی که من چند ساله به تمام همیانان، به همرزمان عرض کردم که وارد بازی‌های مصدقی ها نشید. دیدید که در ویژه دو سه سال اخیر هم دیگه مصدقی ها خفقون مرگ گرفتن، چون دیگه دروغاشون جایی نداره. اینقدر توسط بچه های میهن پرست افشاگری شده در رابطه با اون مأمور MI6، اون محمد مصدق السلطنه، اون خائن خبیث کودتاچی، که دیگه اینا هیچی ندارن بگن و دیگه دستاشون همه جوره رو شده. بنابراین 28 مرداد رو باید اختصاص بدیم بیشتر به آتش زدن و آدم سوزی در شهر آبادان، در سینما رکس آبادان، که در 28 مرداد 2537 شاهنشاهی، دو روز پس از فرمایشات خدایگان آریامهر بزرگ، مرتجعین سرخ و سیاه کبریت کشیدند و اون سینما رو با آتش زدند. عده انسان‌های بیگناه رفته بودند، آدم‌های معمولی، برای رفع خستگی بشینن دو ساعت یک فیلمی رو نگاه بکنن که در آتش خشم و کینه و نفرت مرتجعین سرخ و سیاه آتش گرفتن و نزدیک به 700 انسان جزغاله شدن، از جمله مصدقی های ایران بر باده، شاگرد پادوهای اون مردک قشی جاسوس انگلیس ها، نوکر انگلیس ها، که هنوز یه عده ابله حتی به اسم دروغین مشروطه خواه میگن که به هر حال مصدق اگه کار نکرد نفت و ملی کرد، مصدق به گول پدرش خندید همچین غلطی کرد. و عرض کنم حضور شما، همین مصدقی ها تأیید کردن که ساواک به دستور شاه سینما رو آتش زده. اعلامی هاشم هست، بازم میارم براتون میخونم. توده ای های همیشه خائن، چپ وابسته، کمونیست های جهان وطن و یه عده روش ان فکر هم عرض کنم همین مزخرفات رو گفتن. همین امثال هوشنگ ابتهاج گور به گور شده و یه عده هنرگند که هر از چنگایی یکی پس از دیگری به درک اسفر و سافری میرن به امید خدا به درک، همینا اون موقع ها شعر و ترانه میخوندن و هر روز داره اسنادش میاد بیرون، کاست میدادن بیرون به نام بهار آزادی، بعد ایرج جنتی عطایی، بابک بیات، دیگه خیلی هاشون میخوندن و ار میکردن، عربده کشی میکردن، خیال کردن که الان خمینی براشون تخم دوزرده میکنه، اونم با چک و لگد از اینا که قشنگ سوء استفاده کرد پرتشون کرد، بهشون گفت یا باید اینجا غلط کردن نامه امضا کنید، یا اینکه خوش کردید یه جوری یه سوراخ پیدا کنید در ریم این اعدامی، یا باید خفقون مرگ بگیرید. که اومدن خارج از کشور گفتن انقلاب ما رو دزدیدن، خیلی بدجوری هم دزدیدن، بله، و اینجا هم خدا رو صد هزار مرتبه شکر دیگه ایران رو ندیدن، هرچند که اصلا تمایلی نداشتن، الکی هم میگفتن آی در سفرم دلم برای ایران تنگ، قش کردم، برم قلبه گرفتم، دروغ میگفتن همشون. همه بی پدر و مادران همشون توده‌ای بودن، همشون نفوذی بودن تو رادیو تلویزیون، و به هر حال
به این خاطر بیشتر باید بپردازیم به جریان سینما رکس آبادان. اما در این سه برنامه این هفته، امروز و چهارشنبه و روز آدینه، پله پله من به این نتیجه رسیدم که راجع به چند مسئله مهم گفتگو کنیم. یه موضوع دیگه هم بگم راجع به بچه‌هایی که در کانال تلگرام با من در ارتباط هستید، بازم ازتون خواهش میکنم، تمنا میکنم، استدعا میکنم از ارسال یه سری مطالب بی دلیل و یه سری که فقط هدفتون اینه که یه سری همطوری یه چیزی پخش بکنی، یه چیزایی که من دو سال پیش خودم تو تلویزیون نشون دادم، ولی اظهار نظرهای دوغکی آبکی که به نظر من باید آتیش بزنیم، منفجر بکنیم، فلان بکنیم، برید هر کاری دوست دارید برید بکنید، به من نگید، من نظرامو اونجا دارم میگم جلو دوربین و رعایت بکنید. من میبینید دیگه جوابم نمیدم و شما هم دارین کار خودتون میکنید. در اینستاگرامم بارها گفتم من توی اون دایرکتی که میاد اونجا پیام میذارید من هیچ چی رو نمیخونم، ولی خب شما همچنان به کار خودتون ادامه میدید، خب بیاید ملو خودتون پیام بذارید، من نمیخونم، بی خود زحمت نکشید و وقت ندارم واقعا. یعنی من باید یه چند تا منشی داشته باشم که اونا بشینم و پاسخ شما عزیزان رو بدم، که یه دف به هر حال تو اینستاگرام پاسخ بدن، یه دفع تو تلگرام. از دوستانی هم که برای من پیام گشتید و عرض کنم اعلام آمادگی کردید برای اون جریان کلیپی که گفتم که حالا صبر کنید تا ببینم، شاید اصلا آوردم خودم جلوی دوربین و از روی نوشته خوندم جریان انگلیس و برحال از همه تون سپاسگزارم که چند نفر از بچه ها، چند تن از دوستان همرزمان برای من پیام فرستادن. از باقی مانده میان پرستانم خواهش میکنم رو تو محبت بفرمید و به برنامه خودتون به ایران سنگر ایران آریایی کمک کنید، همیاری کنید. خیلی هم ممنون. یکی دوتا دیگر دوستانم از ایران برای من پیام فرستاده بودن که آقا ما میخواییم کمک بکنیم و اینا نمیشه، از ایران نمیشه. عزیزان خیلی هم ازتون ممنونیم. بزرگترین کمک شما اینه که بریزین تو خیابونا تکلیف فرقه تبهکاران روشن کنید. یکی دو نفر دیگه هم از خارج از کشور پیام برای من گذاشته بودی که اصلا لطف کردید که آقا شماره حساب بدید ما بفرستیم تو حساب. من همیشه گفتم بازم میگم من این پولا رو تو حساب من نمیاد، اینا میاد تو حساب ایران آریایی. حالا اگه مغرضانه این حرفو میزنید که خب هیچی، اگه نه بدون اطلاعات این حرفو میزنید، من واقعا 50 بار 100 بار گفتم اینو، لطف کنید به ایران آریایی زنگ بزنید آقا من شماره تلفن ندارم، آقا من شرمنده تونم دیگه، میتونید یه جوری خودتون دیگه، دنیای چورتلی آقا نیست دیگه دنیای اینترنت، میتونید خودتون آدرس و تلفن رو بیاید پیدا کنید، از من نخواهید این تلفن و آدرس رو، حالا من بلد نیستم. کمک اگه میخواید از خارج از کشور بکنید به سنگر مشخصه که به چه شکله. در مورد سایت تلویزیون ایران آریایی هم من نمیدونم اشکالی باشه، اینا من نمیدونم، حالا من با جناب سیاوش حالا صحبت خواهیم کرد که جریان سایت که یه ده نوشتودی چیز سایت کار نمیکنه، اینا نمیدونم، من فرصت نکردم ببینم، حالا اینا رو به جناب مهندس خواهیم گفت. اما همه ما شنیدیم که یکی از یا به عبارت اساسی ترین دلیل دشمنی غرب با اعلیحضرت خدایگان شاهنشاه یا مهر بزرگ مسئله نفت بود و خب طبیعیه، بله این یکی از مهمترین مسائلی بود که پادشاه روی اون انگوش گذاشته بود. منتهی مراتب یه عده‌ای هستن در چیز در این ور اونور میخوان این موضوع رو به حالت دشمنی تلقی بکنه، یعنی شاه دشمن غرب بوده و نمیخواسته که نفت بفروشه بینه. نه اینا دروغه، علاست خودشون میدونستن خب ما نفتمون رو باید به کجا میفروختیم، ما باید نفتمون رو به اروپا و به ژاپن باید میفروختیم دیگه، چون کشورهایی که تقاضا میکردن و به عبارتی خریداران نفت ما بودن همین آلمانی ها و فرانسوی ها و انگلیس ها و همین کشورهای به اصطلاح اروپایی بودن، به علاوه ژاپن و مقداری کره جنوبی، هند و یه چنین کشورهایی و استرالیا و نیوزیلند و غیره و زاله. بنابراین ما اینو میدونستیم که برای ساختن ایران طبیعتا احتیاج به فروش نفت داریم که با فروش نفت پول وارد مملکت بشه که با ورود دلار به ایران ما بتوانیم کشور رو بسازیم، ارتش رو مدرن بکنیم، مملکت رو بهش
رسیدگی بکنیم از بهداشت مملکت، آموزش و پرورش، دانشگاه ها و چه و چه و چه. بنابراین این که ما باید نفت رو میفروختیم در این شک و تردیدی نیست. منتهی مراتب نفت از اولش البته، ولی دیگه بعد از جنگ جهانی دوم به ویژه، البته پیش از جنگ جهانی دوم هم بوده، نه اینکه نبوده، ولی پس از جنگ جهانی دوم تبدیل شد به یک سلاح در دست کشورهای نفتخیز در برابر کشورهایی که زور میگن، استعمار میکنن و اینها با زبان زور با ما صحبت میکنن. حالا من به این بهانه مسئله نفتی، هدفم این هستش که بیشتر در رابطه با این سیستم جهانی در از صحبت بکنیم. منتها تیتر سخنمون رو میذاریم مثلا مسائل نفتی، که یک گریزی هم بزنیم به این جریان نفتی و سخنانی که خدایگان آریامهر بزرگ در این رابطه داشتن در طول دوران سلطنت پرافتخارشون، به ویژه بعد دهه عرض کنم 70 میلادی، بعد از سالهای 1950. ببینید بعد از جنگ جهانی دوم، جهان به خاطر اینکه مجددا یک هیتلری، یک موسولینی، یک چنین آدمای روانی به اصطلاح قدرت طلبی نیان و این توازن رو در جهان به هم نریزن و یک چنین وضعیتی به وجود نیارن که یک دهه دنیا در تلاطم جنگ جهانی باشه، لشکرکشی بشه، خب این همه آدم کشی بشه، بعد بمب‌های آنچنانی استفاده بشه، مواد شیمیایی استفاده بشه، تخریب بشه، جهان بره به سمت صلح، اومدن یه تقسیم بندیایی تو این دنیا کردن. شک و تردیدی نکنید در نشست‌هایی که روزولت، چرچیل و استالین و بعدا هم که ترومن بعد از روزولت به ریاست جمهوری آمریکا رسید، اینها در نشست‌هایی که داشتن در آلمان در همون کنفرانس تهران و اینور اونور، دنیا رو بین خودشون خیلی راحت بگم تقسیم کردن. یعنی اساساً فاتحین جنگ جهانی دوم که بهشون گفتن کشورهای متفق، اینها دنیا رو بین خودشون تقسیم کردن. حالا سر ما کلا رفت، سر خاورمیانه کلا رفت، طبیعیه. به چه دلیلی؟ خب ما در جایگاه ضعف بودیم. یعنی اگر ایران یه قدرتی بود اون موقع، مثلا فرض کنید در سال 1940 میلادی ایران شاهنشاهی سال 1978 میلادی بوده، یعنی اواخر دوران خدایگان آریامهر بزرگ، خب ما از دریچه قدرت نمیگم حالا می اومدیم جزء متفقین یا در محور متحدین، حالا ما اصلا اعلام بی‌طرفی هم می‌کردیم، ولی چون یه ارتش مقتدری داشتیم، یه نیرو هوایی خوب و دریایی و زمینی و یه ارتش خوبی داشتیم، طبیعتاً اگر وارد معاملات جهانی نمی‌شدیم، یعنی به اصطلاح ما رو وارد بازی نمی‌کردن که نه تو هنوز اینقدر گنده نشدی، اینقدر نیرومند نشدی، اینقدر همچین پرقدرت نشدی که ما بیایم مثلا بگیم تهران، ایران تو هم بیا بشین بغل دست چیز، مثلا شاهنشاه تو هم بیا بشین در کنار روزولت، در کنار ترومن، در کنار استالین، در کنار چرچیل، اینا چون اولا تو خود اعلام بی‌طرفی کردی، دوما تو هنوز آنقدر قدرت نداری. چرا؟ ارتش مدرنی داری ولی ارتش در حد ارتش سرخ نیست، در حد ارتش انگلیس یا امریکا نیست. واقعیت هم همین بوده، کمان که ما در 1978 هم در همون حد این قدرت‌های بزرگ نبودیم، ولی خب قدرت بودیم برای خودمون. یک ارتشی داشتیم که نسبت به شهریور 1120، شما میخواید با شهریور 57 میخواید مقایسهش کنید، خیلی ما قدرتمند شده بودیم، ولی در اون حد نبودیم که بشیم گفته بکنیم. اما سرمونم کلا نمیرفت، یعنی دیگه اینطوری نبود که کشور ما بیاد اشغال بشه توسط روس و انگلیس و امریکا، البته ارتش روس و انگلیس و امریکا هم در این اشغال بیاد در بین این دو بنشینه، در سفارت روسیه بشینن، برای خودشون تصمیم بگیرن و مثلا گور پدر ایران و گور پدر دولت و ملت ایران و امروز خودشون بدوزن و ببرن و پروب بکنن و عش بکنن و شراب بنوشن و عرق کوف بکنن اینا، بعد پشت درهای بستن قرارداد ببندن، مثلا ما 6 ماه دیگه میریم بیرون، بعد نرفتن بیرون و بعد اون واقعه قائله آذربایجان و دیگه کردستان به وجود اومد و چه و چه و بقیه ماجرا. بنابراین ما اگه در چیز بودیم، در
زمینه از نظر قدرت نظامی ما در یک بخشی قرار گرفته بودیم که میتونستیم از منافع ملت خودمون دفاع بکنیم و به این راحتی انگلیس ها از جنوب، روس ها از شمال کشور ما را اشغال نمی کردن، خب خیلی ورق فرق می کرد، خیلی جریان فرق می کرد. منتها این همش اگر و اما و ای کاش و ای داد بیداد و کاش که می شد و کاش که نمی شد، که کاش که هم سبز کاشتن به قول معروف، علف هم سبز نشد. ما در یک مقطعی قرار گرفته بودیم، یک کشوری که تازه در 15 سالی بود توسط یک انسان شریفی، رضا شاه بزرگ، تحولاتی تو شده بود، یه ارتش منظمی با یه ساز و برگ کوچک نظامی داشتیم، امنیتی تو شهرها، تو جاده ها به وجود آورده بودیم، یه دستی کشیده شده بود رو مملکتی که 1400 سال گرد و غبار روشو گرفته بود، هر کی از گرد را میرسید از شرق تا غرب، از شمال تا جنوب میزد میکش، هر کی زورش بیشتر بود بیشتر میچاپید، بیشتر میدرید، بیشتر تجاوز میکرد، بیشتر آتش میزد، بیشتر تخریب میکرد، یعنی هر کس اونها تخریب کرد. یه گهگاهی هم در یک بزنگاه های تاریخی مثلا حکومت های مثل دولت های مثل افشاریه، مثل زندیه، یه بخش کوچکی از اون اوایل صفویه که اونم بعدش همشون رفتن توی یه جریان شیعه‌گری و چه یا سامانیان یا فرد به فرد دوران سفاریان، یه بخش های کوچیکی در تاریخ ایران اومدن برای یک مدتی، یه دهه، دو دهه، ماکسیمال حد اکثر سه دهه، تونستن یه اوضاع احواری رو کنترل بکنن، حتی کشورگشایی شد، یه ذره مرزهای ایران مجددن چشیده شد به سمت این ورون ور، ولی در نهایت 1400 سال میزان تخریب اینقدر زیاد بود و به ویژه با حملاتی که به ایران شد، حالا اینم بدشانسی روزگار ما که از نظر جغرافیایی ما توی منطقه در جهان قرار گرفتیم که شدیم یک از بالا که اون جریان جاده ابریشم، بعد از درون کشور یک گلوگاهی هستیم بین آسیا و اروپا که هر کس میخواد بره به سمت اروپا باید یه زیارتی از ایران بکنه، حتما باید از مملکت ما رد بشه. شانس هم که نداریم که مثلا کاش که کشور ما از نظر جغرافیایی مثلا جای هند بود، یا مثلا فرض بفهم جای چه بدونم مثلا پاکستان بود، یه جایی هم واقع شدیم پایین. خب این شاهراه حیاتی نفت، بالا دریای مازندران، همیشه با این روسهای سفید، با این خرس سفید ما همیشه درگیری داشتیم، بعد اونجا اقوامی که در اطراف این طرف اون طرف دریای مازندران هست، در قسمت شرقی و غربی دریای مازندران هست، اقوام گوناگونی اونجا بودن، اصلا یک تاریخی داره این برای خودش این شمال کشور ما، حالا مناطقی که ما امروز میگیم قفقاز و عرض کنم آذربایجان و ارمنستان و گرجستان و این طرف هم که ترکمنستان و تاجیکستان و قرقیزستان و ازبکستان و چه و چه داستانای بوده، اقوام وحشی، نیمه وحشی و یه تاریخی داره. به هر حال ما توی یه منطقه قرار گرفتیم که با کمال تأسف همیشه مورد تاخت و تاز قرار گرفتیم و بعد از این همه بالا پایین شدن و این همه اینور اونور شدن، مملکت به شانس در اوج بدشانسی ملت ایران میخوره به شانس ملت بدبخت ایران. حالا خداوند به هر حال بخوایم این وری قضیهشو بخوایم نگاه بکنیم، خودمون همچین گول بزنیم، خداوند یک گوشه چشمی به ملت ایران میاد که بسشونه، مثلا بذاری یه رضا شاه رو ما بیاریم بزنیم تو این شطرنج سیاسی ایرانیا. و اون رضا شاه، وقتی رضا شاه بزرگ، روانشاد زنده یادیم، مرد نامی تاریخ بشریت، واقعا میاد و یک دستی میکشه رو سر کول اون مملکت، و اون حدی نبوده که ما وقتی انگلیس ها به هم میگن آقا باید تو بگی آلمانیا از کشورت برن بیرون، مثلا تو بعد بزنی تو دک و پوز آلمانیا، ما میگیم نه گور پدرتو، ما با آلمانیا میخوایم رفاقت بکنیم، ما نمیخوایم با آلمان رفاقت بکنیم، مثلا هم رزمش بشیم، متحدش بشیم، بر علیه شما متفقیم، نه. ولی خب الان در جهان مهندسین آلمانی، و واقعیت هم همین بود، آلمانیا در اون دوره و الانش هم از نظر مهندسی مثلا پلسازی، سدسازی، جاده سازی و چه و چه خب سرآمد بودن، و طبیعیه که کشوری هم که میخواد بساز خودشو، راه آهن میخواد، جاده سازی میخواد، پل میخواد، تونل میخواد، برق میخواد، آب میخواد، فلان اینا،
خب به نوع همه کشورها میه با آلمان، و آلمان هم قیمتایی که به ما پیشنهاد میکرد در دوران رضا شاه بزرگ خیلی ارزانتر از قیمتایی بود که بلژیکی ها، سوئدی ها، آلمانی ها، عرض کنم فرانسوی ها، انگلیس ها به ما پیشنهاد میکردن. خب طبیعتا رضا شاه میه به جیبش نگاه میکنه دیگه، که وقتی به بودجه مملکت نگاه میکنه میبینه خب پیشنهاد آلمانی ها هم ارزونتره و هم خب کیفیت کارشون بالاتره و چرا ما نباید قرارداد می‌بندیم. منتها خب ما ضعیف بودیم، نمیتونستیم به اینا بگیم به تو چه مربوطه، تو رسانه نه، و اینا هم زور گفتن و اومدن و کشور ما رو گرفتن. و از روزی که مملکت ما رو گرفتن، این بچه‌ها حواستون رو بدید به من و نرید حالا دیگه تو چیز پل ورسکو این بر اون بر، از روزی که مملکت ما رو گرفتن اینا به دیده یک کشور استعماری مستعمر شده جهان سومی بدبخت توسری خور ملت شپشوی تراخم گرفته، جزام گرفته، سوزاک گرفته، بدبخت شده به ما نگاه میکردن، نه به عنوان یه ملت مترقی. مثلا وقتی آلمانی ها، امریکایی ها وارد جنگ شدن با ژاپن و به هر حال بعد از اون جریان بمبارانی که شد در چیز در دوتا بمب اتمی که زدن در ناکازاکی و هیروشیما، با همه این شرایطی که ژاپن خب کاپیتولیشن امضا کرد و کشورش در داغون شد و جنگ و باخت و فلا اینا، ولی اروپایی‌ها یا به عبارت حالا متفقین به چشمه ملت بدبخت مفلوک جهان سومی خاک دوسر دوسری خور نمیدونم شیره‌ای به ژاپنی‌ها نگاه نمی‌کردن، چون همین ژاپن ارتشش رفته بود چینو گرفته بود. حالا میگم چینو، نه تمام چینو، ولی اون قسمت همچین پلو خورشتیشو گرفته بودن. بعد همین ژاپنی‌ها ارتششون تو برمه بود، کلی از جزایر اقیانوس هند رو، این قسمت به اصطلاح شرقی اقیانوس هند رو گرفته بودند، در ویتنام، در برمه، در فیلیپین، اصلا تمام جزایر فیلیپین مال اینا بود، جنوب چین رو گرفته بودند، و در این طرف به اصطلاح اقیانوس آرام، اقیانوس عرض کنم که با امریکا یا به عبارتی به اون سمت هست، خیلی از جزایر اونجا رفته بودن و اشغال کردن. خیلی از جزایری که امروز الان شما نگاه کنید در چیز جغرافیایی در نقشه جهان میبینید که داخل پرانتز نوشته امریکا امریکا امریکا، همینه که الان داخل پرانتز، یعنی ژاپن رو شما بریم به سمت راست، بریم به سمت شرق، معذرت میخوام شرق ژاپن، میرید به سمت امریکا، نه به این سمت که میاد به سمت چین، میبینی یه سری جزایر کوچولو هست که اینا همشو ژاپنیا گرفته بودن، که حالا خب امریکایی‌ها به زور از ژاپن پاس پس گرفتن. به هر حال ژاپن عرض کنم برای خوش عددی بود، یک نیروی هوایی، ببین چه نیروی هوایی قوی داشت که بلند شد رفت و اون علمشنگر رو انداخت برای چیز، برای امریکایی‌ها. اصلا رسما اعلام جنگ داد به امریکا، امریکایی‌ها آجمز شدن که این نظرتنگا با این هواپیمای ملخیشون این چجوری خودشون رسوندن به اینجا که این بلا رو سر ما آوردن و اعلام جنگ شد و چه و چه و چه. به هر حال به چشم یک کشور جهان سومی بدبخت به ژاپنیا نگاه نمی‌کردن، به چشم یک کشور قدرتمندی که در این طرف آسیا، در پایان آسیا به اصطلاح خاور دور، اعلام موجودیت میکنه و متحد میشه با هیتلر، امپراتور ژاپن متحد میشه با آدولف هیتلر و اعلام جنگ میکنه به غرب. و اینکه خب چون جزیره هم هست، میخواست یه سری جزایری که روی شمال ژاپن هست، جزایری که امروز روس‌ها اونا رو اشغال کردن، اون جزایر رو گرفته بود و جزء مناطق خودش کرده بود، چون میدونست خب چند تا جزیره هستن، احتیاج به یه سرزمینی داره که این بتونه پا توی خشکی بذاره، نه که فقط همین چهار تا جزیره باشه، که از اون طریق میخواست اون طرف روسیه رو تا یه مقدار قابل توجه از روسیه و چین رو زمینه خاکش بکنه، و همین کارم کرده بود، اشغال کرده بود. به هر حال ژاپنی‌ها یه کشوری بودن قوی، مقوی بودن، ایستادن در برابر امریکا. همینطور هم نبود با سه سوت اینا
جا زدن و گفتن که بیا بشیم امضا کنی، نه کشته دادن ایستا. ببینید چقدر قوی بودن که امریکا دید چاره ای نداره جز اینکه دو تا بمب همچین پر ویتامین بزنه تو مغزشون، اینا رو با نارنجک و توپ و خمپاره و با نیرو دریایی وایسی مثلا در سواحل ژاپن تو 40 50 کیلومتری بعد با نیرو دریایی بزنیدشون، گاماس کاماس اینا رو بخوای پس بزنی نبود. اینا خیلی قدرتمندند و بهشون هم اخطار شد که نکنید اعلام بی‌طرفی بکنید، که اونم ایستاد و خب تاوان سنگینی هم داد با اون دو بمب اتمی. ولی متاسفانه شوربختانه اینا رو ایران اینطوری حساب نمی‌کردن، چون واقعا ما عددی نبودیم، کسی نبودیم ما. حالا بعضی موقع دوست داریم خودمون هندونه زیر بال برای خودمون بذاریم، ولی واقعیت تاریخی رو ما نمی‌تونیم با نیم کیلو هندونه رد حل و فصلش بکنیم. ما یک مملکت مفلوک، ملت مفلوک بدبخت عقب مانده تراخومی گرفته که 90% مردان ایرانی شیره‌ای بودن، تو از سر زمین که میاده همه رعیت بودن و ایران ملک و طوایفی بود، ارباب دیو مثلا 4 تا 5 تا آبادی زیر نظر مثلا ارباب فلانی بود، تحت پاچه آبادی زیر نظر ارباب فلانی بود. اینا هر از چنگای یه بوزی، گوسفندی، سرشیری، کشکی، قرقرودی چیزی میفرستادن به مرکز، به اون جایی که اون مرکز میگفت من سلطانم، احمد ولگرد بود، حالا ممدلی بود، حالا هر احمد اون دو بود، را اونو داشتن شلاق میزدن، هر دختری داشتون میخواست مال اونا بود، اصلا ایران مال اونا بود. مثل الان که به خودشون میگن ائمه جمعه که مملکت و ملک و طوایفی کردن و باج رو میرسونن زیر تشکچه علی شیره‌ای. و یک مرتبه رضا شاهی میاد و این به این بساط خاتمه میده، پایان میده و جاده سازی میکنه، سد سازی میکنه، مملکت میسازه، یه قوای نظمیه میاره، همون شهربانی میاره، دادگستری میاره، پوشش مردم رو اصلا متحد میکنه که مردم به یه شکل لباس پوشن. شما میرفتید گیلان، گیلکی لباس خودشو میپوشید، میرفتید مازندران لباس خودشو میپوشید، میرفتید خراسان. تازه بعد ما میگیم مثلا خراسان یا مثلا مازندران، نه اینکه همه متحد به یه لباس بودن، مثلا قوچانی واسه خودش یه لباس داشت، نمیدونم بجنودی واسه خودش یه لباس داشت، مشهدی واسه خودش یه لباس داشت، این بر مثلا بچه آمل یه لباس داشت، بچه بابل یه لباس داشت. اینطوری بود مملکت، هر کی ساز خودش میزد، این اینجوری عروسی میکرد، اونطوری عزا میگرفت، این میگفت نمیدونم اینطوری بعد نوروزو بگیریم، اون یکی میگفت اینجوری بعد بگیریم. هر کی بود، هر جمرج هم خیلی خوبه، مثل الان. الان موتور رنگیه، به چشتون نمیاد، مثلا ساختمونا درازه، اون موقع کپر کپر بود، آره کلبه بود، ولی الان هم همونه. الان هم هر کی زورش میرسه، الان تمام زمینای کشاورزی اطراف تهران رو کاملا نابود کردن. بعد هی میرن میبینن که اینجا هم مثلا قبلا کنسروغون بوده، اینجا مثلا توتای خوشمزه‌ای داشته، میخواد درختا رو قطع بکنه، دیگه کنسروغونی نیست، نابود بکنیم و ساختمون سازی بکنیم، 500 طبقه، 6000 طبقه، 750000 طبقه، مهم نیست، همتون با آب و توف اینا رو همتون ببرید بالایی که مثل اون متروپول آبادان هم خورد رو سر مردم، خب خورد به جهنم. آره بعد یارو در ایران، دوستان من اینه میگن، من اینه خودم نمیگم، میگن آقا ما یه آبدارچی داشتیم در فلان شرکت در ایران که شرکت گویا داروسازی بود، نمیدونم چی بوده فلان اینا، بعد این یارو آبدارچی بوده. آبدارچی بودن هم اشکالی نداره ها، اونم یه شغله خب، ولی اشکال از اینجا به وجود میاد که تو آبدارچی هستی، بعد الان بیای بری واسه خودت یه آپارتمانی کرایه کنی، بعد اون بالا بنویسی مهندس چیز ساختمانی و فلان اینا، بعد نقشه کش بشی. خیلی حرفه، مثلا شما به من یه کاغذ بدی با یه دونه خودکار، بگی آقا نقشه یه خونه رو برای من بکش، من نقشه چی برش، چه خونی برای شما بکشم. بعد خیلی هم الان مهندس انداختن به یارو و مثل که 7-8 تا منشی داره و برای خودش باغ یا تشکیلات فلان. خب مملکت هرکیه دیگه، یا یکی از دوستان من میگه که مثلا ما یه جایی هست زنگ میزنیم، بعد میگه که شما 800,000 تومان، 8,000,000 تومان، نمیدونم الان رقمش یادم نیست، شما بده ما بهت تخصص میدیم، یعنی مثلا لیسانس داری، بله بهت فوق لیسانس هم میدیم به تایید وزارت علوم، ماشاءالله هزار ماشاءالله. لطفا تابلوی مملکت دیگه خیلی بدجوری چیز میشود، حالا اون چیز میشود و چند تا نقطهشو خودتون بنویسید.
بزنید. بله، جاده در دست علی شیره‌ای. بله. و خب یه همچین کشوری ماشاءالله هزار ماشاءالله، نمیدونم اسم اینو بذاریم کشور، نمیدونم چی بذاریم اینا، ما همین بودیم در دوران اوایل ورود رضا شاه بزرگ به مملکت، که بعد اون میاد یه سر و سامونی به ایران میده، و ولی انقدر سر و سامونی نبوده که مثلا ما به نیروی دریایی به قول خودشان بریتانیا که توش هندی بوده، آفریقایی بوده، دیگه هر جا که اینا کانادایی بوده، استرالیایی بوده، هر جا که رفتن استعمار کردن، مثلا وقتی که به بوشهر حمله شد، اکثر سربازانی که حمله کردن به بوشهر در زمان همون قهرمان ملی پارتیزان، اون چریک مبارز کشورمون رئیس علی دلباری، اکثر این سربازا که به بوشهر حمله کردن هندی بودن. خب مستعمره انگلیس بود دیگه. و خب ما نمیتونستیم بریم به قوه بحریه، به قوه دریایی چیز انگلیس بگیم ما کجا داریم میای. اصلا به این نرسید. روز دوم شهریور به ما اعلام جنگ دادن، یا اول شهریور، ما تا اومدیم سرمونو به جنبونیم اصلا معلوم نشد چرا فرماندهان ارتش برخی هاشون سربازا رو مرخص کرده بودن. اصلا خیانت تو خونمونه به خدا. یعنی اون موقع ما فردوست داشتیم در دوران رضا شاه بزرگ، قره‌باغی هم داشتیم، همیشه فردوست ها و قره‌باغی ها و مسعود کیمیایی ها و هوشنگ ابتهاج ها و امثال اراذل اوباش ها همیشه بودن تو هر زمینه ای. بله. بعد سرمونو جنبوندیم دوم شهریور حوالی ساعت 9:30 شب، صدای قرش توپا و هواپیماهای روسا و انگلیسا از بوشهر و خوزستان، از این ورم از آذربایجان وارد ایران شدن، زدن و کشت. دشمن بوده دیگه، دشمن اومده تو خاک ایران. خب بعد که میاد واسه ما چیز نمیاره که، شیرینی تر نمیاره که. توپ و تانک و یه سری نظامی هم که در مرزهای شمالی ایران و در مرزهای جنوبی کشور جلوی اینا ایستادن هست، اسامشون هست، به قتل عامشون کردن، یه سری افسر و درجدار و سرباز و قتل عامشون کردن، یه 4-5 تا هم تیر و تخته که داشتیم، هواپیمایی و نمیدونم فرودگاه کوچولو موچولوی، چند تا هم از این یارو کشتی مشتی هایی که رضا شاه اینا گرفته بود به خاطر اینکه به این کشورهای منطقه نشون بده که اینجا نیروی دریایی شاهنشاهی ایران و فلان اینا، زدن همه رو در بدون. اصلا دو سه تا از کشتی های ما رو انگلیسا بردن هوار بردن. کشتی ما داشتیم، کشتی های چیز ناوگان مثل حالا جنگی تو آبادان، تو خرمشهر و فلان اینا، بعد اینو تنابشو بستن به چیز خودشون، کشتی خودشونو بردن، کشیدن بردن، مال باباشون بردن هند، بردن هند. حالا معلوم نیست مثلا بردن اونجا قطعاتشو فروختن تو بازار سیاه، معلوم نیست، ولی بردن کشتی ها رو. روسا هم از اون بالا به دستور شخص استالین که دستور داده به سربازاش فقط به زنای ایرانی تجاوز بکنین، انگلیسا زیاد به نوامیس ما تجاوز نکردن، اونو سپردن به دست برخی از رؤسای ایلات که خب خانهایی که خائن بودن و از وضع کنونی که رضا شاه به وجود آورده بود ناراحت بودن که ما اربابیم، تو چرا اومدی شلوغ دست ما گرفتی نمیزی ما ایرانی ها رو بزنیم. و بعدها تخم ترکه هاشون شدن خواننده و دنبال شقایق رفتن و بعد فیلم ساختن و فلان، اینا چاقو کش کردن، اینا از همون پس مونده ها. منتها چون ماها متاسفانه دوست نداریم بریم دنبال عقبه کسی بگردیم، شجره کسی، فقط دوست داریم بفهمیم کی با کی رفته تو رخت خواب، کی به کی ماچ داده، اینا فضول چیزای معمولی هستیم، ولی نمی‌ریم فضولی بگویم تو تاریخ که مثلا یارو چرا 50 سال گیر داده، میگه مثلا من خیلی غریبم و فلان و بیسار و اینا، مثلا سریال طلاق درست میکنه، اینا نمیخوایم بریم بفهمیم ببینیم اینا چرا انقدر بی پدر و مادرن. بگذاریم، جونم برات بگه. به این ترتیب تجاوز در آذربایجان، در گیلان، به ویژه در شهرهای اردبیل، آستارا، هشتبرق، همون خلخال، اینا خیلی تجاوز شد به زنان ایران، تو زنجان، در خوی، در عرض کنم حضور شما همون تبریز، اومدن تا قزوین، از این طرف رفتن تا کرمانشاهان، قصر شیرین و مرز خسروی، و بعد دورزه اومدن همدان و نهاوند و ملایه رو بعد سرخرکش کردن، از اون بر اومدن و همینطوری تجاوز کردن، هر
چی عدم، یعنی رحم نکردن. تهران هم که در عرض به شهر صبح شهر سوم شهریور 1320 رو آسمان تهران هم چیز بود، اون موقعی که مردم رفته بودن دم خوزشه هاشون یا با این طلبه ها داشتن وضو می گرفتن، می گفتن که اللهم صل علی محمد و آل محمد اشهد ان لا اله الا الله، هم تو تپ 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 که بودیم هواپیما بالا سرمون چیز بودن، بعد یارو گفت نه دیگه نماز نزنم به کمرم، الان میان به ناموسم تجاوز میکنن. ما همش به فکر نیم که به ننه هامون، به زنامون، به دخترامون چیز میزی نشه، به فکر این نیستیم که اصل ناموس، اصل ناموس ما ایرانه. بله فقط یقه ننه هامون رو گرفتیم، آره، که به اونا چیزی نشه. مواظب فقط لچک ننه هامون و زنامون که کسی نگه لچک از سر اینا بکشه که دیگه وا وایلا دیگه صحرای محشر میشه دیگه، اگه یه تار موی زنمون، دخترمون و مامانمون و آقا کلاقه ببینه، خروسه ببینه، برکت تو خونه هامون میره. بله خدا ایشالا عقل بهمون بده، خدا ایشالا شفا بده به حق پنجتن و آل عبا. بعد شهریور 1320 که مملکت ما رو گرفتن، بعد نشستن دیگه، یعنی خب منم اگه نخست وزیر انگلیس بودم دور از جونم، صد دور از جونم، منم اگه صدر چیز بودم، رهبر روسا بودم، خب میگه بودم با به این سادگی ساعت 12 ظهر روز دوم شهریور من به ارتشم گفتم برید ساعت حدود 11:30-12 ظهر، یعنی 24 ساعت بعد میدم تانکای ارتش من تو تهران، با من فکر نمیکنم به این سادگی مبارد تهران بشید. بله بعدش هم هیچی، خیلی راحت شاه مملکتمون، حالا شانس آوردیم اعدامش نکردن چون حکم اعدام داده بودن، شاه مملکتمون رو با چشم گریان از کشور بردن بیرون و ما هم نگاه میکردیم، دست میزدیم که خدا رو شکر دست رضا قلدر نجات پیدا کردیم. بله بعد پسرش، بعد که رفت بیرون 4-5 روز بعد گفتیم ایداد بیداد، خیلی اوضاع خراب شد، رفتیم پیش پسرش، رفتیم گفتیم آقا خیلی ما میبخشید، ما چون ذاتا نمیفهمیم و تا اطلاع ثانوی هم نمیخوایم بفهمیم، لطفا شما برو بشو شاه. بعد شاه رو گوشیم رو دوشمون، ما عادت داریم اول قهرمانامونو زایشون میکنیم، دفنشون میکنیم، اسید میریزیم رو جنازهشون، قشنگ خیالمون که راحت شد دیگه نفس نمیکشی اون زیر خاک، نه صادق هدایت مردی تموم شد، آره دیگه وجود نداری، نه دیگه نمی حاج آقا بنویسی چیز میزی بنویسی، نه توپ مروارید اینا هیچی نمینویسی، مرده مطمئنید، مرده، کفن و دفن صادر شد. بله کسروی رو کشتن تموم شد، آره یارو چیزش هم کشتن، منشیش هم کشتن تموم شد، آره خیلی خوب، یکی دو ماه بعد حالا زیر علمشون سینه بزن مثل فریدون فرخزاد. بله تا موقعی که زنده بود میگفت بابا ول کن تو رو خدا شرقی غمگین رو بخون، وقتی که مرد برو ببین چه گلی رو قبرش میریم ما میذاریم، گلایی که تو آلمان بهترین عشاق به دوست دختراشون همچین گلایی نمیده، ما اونا رو میذاریم رو آرامگاه جاویدنام فریدون فرخزاد. تو موقعی که رضاخان فاضلی بود همه برنامه هاش هم هست، میومد میگه آقا کتاب بخرید، من برنامه‌مو کسی منو کمک نمیکنه، کتاب بابا، کتاب، نه هروئین، نه تریاک، نه حشیش، نه شیشه، نه ورق، نه بیناموسی. نیومدم اینجا بهتون بگم یه لپتاپ دارم همین الان 500 نفر اول زنگ بزنه یه ماوسم بهش میدم، بیشتر زنگ بزنی ناموس هم بهتون میدم، چون برای من که مهمه، فقط دلار برای من مهمه. خب نمیومد که اینا رو بگه استاد فاضل. استاد فاضل میگه بابا کتاب، قرآن رو به فارسی دارم بهتون میفروشم، فقط پول تموم شده است، مثلا من این کتابه برام تموم شده 20 دلار، همون 20 دلار رو بدین بخونید. نشسته جلو دوربین داره جدایی میکنه، خب آقا هممون آقا ما نبودیم، اطلاعاتی ها بودن، نه وزارت اطلاعات اینقدر مأمور نداره بالا اونجا، 5000 تا مأمور هم نداره، هر کسی رو نگین اطلاعاتی، آره بابا مثل این یارو علی تایزی، این علی تایزی اطلاعاتی نیست، اتفاقا این ضد جمهوری اسلامی هست، این اطلاعاتی نیست، این بی پدر و مادر مأموریتش فقط اینه که بیاد یه چیزی بندازه، فاصله‌ای بندازه که پهلوی برنگرده. اینا هر کدومشون در یک مأموریتی همشون مشترکن، معصوم قمی، این علی تعزیه، لگن فروش دوز، منقلی، ساربون تو لندن، همشون در یک نقطه مشترکن. ما هر روز بیام یه جنگولک بازی را بندازیم، یه بحث علکی را بندازیم،
حالا بحث فدرالیزم، بحث وسط خیابون بشکن زدن، بحث انتخابات، بحث سکولاریسم، بحث دموکراسی، اگه یه چیز چرت و پرتی را بندازیم، ایرانی هم که خوراکشون فقط قربونش برم چرت و پرته، فقط بریم ببینیم از کدوم سوراخی داره صدای چرت و پرت میاد، بعد بریم اونو گندش کنیم، نورافکن بندازیم روش. بله، بعد اینا فقط ماموریتش اینه که پهلوی برنگرده. برگردیم به شهریور 20 که خدایگان آریامهر بزرگ متاسفانه شوربختانه اون مرد شریف گول میخورد، گول میخورد، خیلی بد جوری هم گول میخورد. اصلا 37 سال خدایگان فقط گول ملت ایرانو خورد. بله، که الان پسر ایشون زرنگ شده گول نمیخورد، باری کلا که گول نمیخورد، چون هم پدر بزرگ و هم پدر گول ملت ایران را خوردن، با تنها پوزده ملت ایران رفتن تو چا دیگه هم در نیومدن. بله، و ایشون رفت و شاخ شد و بقیه ماجراها رو که سراغ داریم که ایران از شهریور 20 که توسط اونا اشغال شده بود به کجا رسید. اوکی، خب غرب حالا اومده میبینه با یه آدم مقوی پر ویتامینه که خدا هم دیگه اینه نمیتونه تکون بده. چرا؟ چون شما شهریور 1320 اون شاه رو در نظر بگیرید، بیاد بشه سال 50. خب ببین چند تا رئیس جمهور تو امریکا تو کاخ سفید عوض شده و ایشون با همشون ملاقات کرده، روزولت رو دیده، ترومن رو دیده، ایزنهاور رو دیده، بعد کندی رو دیده، جانسون رو دیده، نیکسون رو دیده، خب اینا علکی نیست، فورد رو دیده، کارتر رو دیده، خدا برکت بده 8 تا رئیس جمهور. ببین چند تا نخست وزیر توی اون طویله شماره در رفت آمد کردن، از چرچیل بیا برو تا آخری که کالاهان بود، ببین چند نفر رفتن تو کاخ الیزه، همون که خیلی لیزه، از اولی دوگل که فاتح شد و فلان شد و اینا ماشاءالله با اون قد و قوارش، بله، تا آخری که در اوج بیناموسی به بهترین رفیق خودش خیانت کرد، که خودش هم گفت من به بهترین رفیقم خیانت کردم، چیز کردستم. و بعد شما ببین حالا چند تا صدر اعظم تو همین آلمان دیده، از ادانوا اولیش که بعد از جنگ جهانی دوم بعد چند سالی مرکل رو بودم تو دست نشانده تمرگوندن اونجا، بله، تا آخرش اشمیت الکلی بود. و شما ببین حالا چند تا رهبر تو روسیه دیده، از استالین بیا جلو تا برسی به برژنف، اون خروشوف الکلی روانی خلوچهل بی پدر و مادر وحشی. بعد ببینید چند تا رهبر تو کل منطقه دیده، بعد چه اتفاقاتی تو منطقه دیده، کودتا در سوریه چندین و چند کودتا در عراق، اصلا رفتن حکومت سلطنتی در عراق، آمدن حکومت های دست نشانده روس، حسن البکر، نمیدونم عارف، قاسم، صدام، همین تن لشکر ارزلو باش. بعد چه تغییر و تحولاتی تو خود منطقه دیده، همین عاشق ماشقای پشمالی قلی خانایی تو چیز، بعد جریان زفار، بعد اتفاقاتی که تو مصر افتاد، رفتن فاروق، اومدن جمال عبدالناصر و بعد بازی به دست زنده یاد روانشاد سادات میفته و بعد اون طرف‌تر هم برید، بله، اتفاقاتی که در لیبی افتاد، نبرد الجزایر، نبردهایی که در الجزایر شد، فرانسوی ها چه بلاهایی سر الجزایر آوردن، انگلیس ها در مصر، در تونس پایگاه داشتن، چه بکش بکشی را انداختن، آره، بعد سازمان مللی در کار نیست، بله، بعد حمله حکومت فاشیست ایتالیا به اون منطقه لیبی و بعد درگیری ها و بعد جاپاهاشون که هنوز مونده بود، بله، و بعد برنامه مسواری که تو مراکش بود، بعد یارو ملک حسن علم شد و بعد همینطور اون علم شد، این علم نشد، اون بعد جوری شد، این بعد جوری نشد، بعد مرزبندی ها تو خاورمیانه شد، بعد سوریه چی شد، بعد اردن چی شد، بعد اصلا هاشمی کی بود، بعد اصلا لبنان چرا به این روز افتاد، بعد گروه های دست نشاندهی که در لبنان به وجود اومدن، بعد بیروت سنگربندی شد، اونا میگفتن مسیحی های چیز اینوری، اینا میگفتن فالانش ها، اونا میگفتن دست چپی ها، اینا میگفتن دست راستی ها، بعد یه دفعه حکومت دولت یهود به وجود میاد تو منطقه، بعد
جنگ اعراب میشه، جنگ 3 روزه، جنگ 4 روزه، جنگ 6 روزه، بعد جریان نفت به وجود میاد. خیلی اتفاقات همین تو همین گلجا تو خاورمیانه دارم عرض میکنم. بله. بعد چه برگشانی بود تو خاورمیانه، بعد عربستان چه داستانای واسش به وجود میاد، بعد واسه ما سرشاق میشه، بعد دوباره نمیشه، بعد میگه من اصلا نفتمو فقط نمیخوام به اون بدم، بعد میگه بعضی موقع میخوام بدم، اینا از ما مشخص نشد، برای عربستان میخواد بده میخواد نده، هیچی مشخص نشد تا زمانی که شاهنشاه آریامهر داشت تاج گذاری میکرد. بالاخره وضعیت عربستان مشخص نشد، واسه همین اوپک قشی بود، یه لنگ میرفت، یه پا میرفت، لیله میرفت، چون مرکه چیز بود دیگه، هنوز هم هست، نوکر انگلیس ها بود. یه روز میگودن سیاه تولید کن، یه روز میگودن دیگه تولید نکن، یه روز میگودن شیلنگ ببند، یه روز میگودن شیلنگ وا کن، یه روز میگودن سرش قد کن، یه روز میگودن تشه قد کن. بله. و بعد چه بزن بزن های توی خلیج فارس شد. حالا اینا بیرون خونه ایران دارم میگم و بعد یک مرتبه سر اورشلیم چه چاقو کشی شد، یکی گفت بیت المقدس، یکی گفت بغل مقدس، یکی گفت زیر مقدس، بعد یکی گفت اینجا قبلگاه ما دیگه اینجا نیست، سر خرکش کنیم بریم به طرف اون خونه تو مکه. بعد اون میگفتش که سورا حتی ناس، بعد از دوش یاسر عرفات اومد بیرون، بعد اون میگفت من چیزم الفت هم، سازمان آزادی بخش فلسطین الفت. بعد این تششعاتش گرفت اومد تا توی تومون مسعود بچه باز، همین مفعوله. بله. و بعد تازه حالا به این ور، و بعد پاکستان هم هند جدا شد، بعد ضیاءالحق چیز محمد علی جناح چه داستانی شد، بعد بدبخت مادر مرده گاندی تنها شد، بعد بعضی موقع تنها بود بعضی موقع نبود، بعد نهرو اومد، بعد اون یارو گاندی اومد، بعد سر گاندی رو بریدن، بعد اون یکی اومد چیچی و گاندی و اونم کشتن. اصلا مثل که انگلیس ها دستور دادن هر کی تو هند شد گاندی مثل کندی تو آمریکا این جوجه کبابش بکنی. چرا منم نمیدونم، اصلا نمیخوام هم بدونم، من زننه که بدونم. بعد کار کشید به جنگ های هندوچین، بعد بمباران ویتنام، بعد چه علم شنگه ای رو افتاد تو ویتنام، آتیش گرفت، روسا از اون طرف امریکایی از جنگ بین جنگ اصلا تو ویتنام نبود، جنگ در از بین امریکا و روسیه بود. بعد بزن شد توی دریای کارائیب، خلیج خوکا بکش شد. این یارو خروشوف گفت چیزشو فرستاد، یارو سوسمارای اتمیشو فرستاد. بعد کندی گفت خیال کرده که چیز از خیلی لاتی دستور داد گفت یه دونم تو سوسمار بفرست دماغ به دماغ دادن شاه روانشاد. اون موقع که ایرانیان تو تهران تو لاله‌زار میرفتن میگفتن مهوش آفت، یعنی تمام بحث در ایران سر مهوش و آفت و دیگه این بانوان بزرگوار خوش صدای اون زمان خودشون بودن، خوشگلای دوران خودشون بودن و چه هوراهایی میکشیدن برای این بزرگان. اون موقع شاه رفته بود وایساده بود روی بلندیای شمرون و هر لحظه منتظر بود که کلید جنگ جهانی سوم زده بشه، ولی تو لاله‌زار میگفت مهوش پریوش چه بد کرد شوهر کرد، هم خودش بدبخت کرد هم لاتولوتای لاله‌زار رو یتیم کرد. بله. بعد توی سینما میگفت گنج قارو نمیخوام، آبگوش میخورد. اینیم دیگه، نمیخوایم اصلا بفهمیم دنیا چه خبره، هنوز هم نمیخوایم بفهمیم، هنوز هم میگیم بابا ول کن ما سر پیازیم تای پیازیم، من سننه تو رو سننه ننه جون، بذار کارمونو بکنیم، ببین مردم رفتن داد زدن بچه هاشونو گرفتن، ول کن اینا که تو خارج نشستن اونا مثلا خودشون با خودشون اتحاد ندارن، به هم دیگه فوش میدن، چرا بریم خودمونو بکشیم؟ این چند سبای عمر الحمدلله الان دکتراتو گرفتی، خواهرت هم مهندسیشو گرفته، یه شوهری برای این پیدا کنیم، یه زنی برای تو پیدا بکنیم، من و بابات هم دیگه پیر شدیم، ما همینیم دیگه. دروغ، منم اگه پدر بودم تو ایران من به بچه‌ام همینه میگفتم، سکانه که من به بچه‌ام درس میان پرستی میدادم، استغفر الله میان پرستی اخه بده، لیسانس با پول خریدن کارش درسته، گول پدر مملکت. بالاخره ننه جان هر کی شد خر من میشم پالونش، خدا درست میکنه، اینطوری نمیمونه، بالاخره این آخونده ها میرن، 43 سال دیدی نرفتن، 43 سال دیگه هم نمیرن. چرا نمیرن؟ چون منو تو همت نداریم، اینا شلاق میزنن، چشتو بکن اونور، بدو بدو میشه، سرتو بکن اونور، کارت نباشه ننه جون. همین کارمون نبود که مغول اومد از مشهد تا همدان
زد برد، تیمور از اومد، تیمور اومد از مشهد کش رفت با این تا سر زاهدان در آورد اینا، مملکتمون شده چیز اتوبان فی سبیل الله بدون مالیات، هر کی دلش میخواد میاد اون توی عالی میکنه میاد بیرون. کار کشید بهش که افغان اومد تو مملکت ما، شاه سلطان حسین بلکه احمق خودش تاج برش کجور سر محمود افغان هر دو خرد جانم. بله و خب دنیا وقتی میاد ایران رو اشغال میکنه بعد میبینه که خب من کیو اشغال کردم؟ ژاپن رو که اشغال نکردم که، من ایرانی رو اشغال کردم که تا 16 سال قبل ممدلی و چردلی و فشارعلی و زورعلی و یورعلی و مظفرالدین و ناصرالدین و یه مش بچه باز، یه مش که ملیجت رو پاهاشون بود، یا رو ممدلی اون که رو پای لیاخوف بزرگ شد، احمد ویلگر که خودمون حقوقش میدادیم، بزرگشون که آقا محمد خان اخته بود که خودمون اصلا به قدرت رسوندیمش، تمام تخم ترکای قجر که همه نوکرای خودمون بودن، آخوندا رو آوردیم تو دربار و گفتیم آقا رد و برق میشه فتوا بدیم بگین کفره، چیکار باید بکنید؟ دربار باید 6 ماه عزاداری اعلام، 4-5 شب فقط عزاداری و دستهای سینه زنی بیاد و مظفرالدین هم بشینه و دستمالشو بگیره، دماغ کثیف بوگنی گندشی که مثل صورت علی شیره یه زره پاک بکنه، اونا هم دارن سینه میزنن و علم و کتل و شب یحیی و شب احیی و شب نمیدونم فلان اینا، و ما هم داریم میچاپیم، ناکس دارسی هم اون پایین داره سوراخ میکنه. 1906 گفت آقا دیدم. گفت چی دیدی؟ گفت هفته دیدم. گفت دیدی؟ آره بیشتر بهشون علم و کتل بده، زناشون هم چیز بکن بگن تو گونی. آره یارو انگلیسیه از لندن پاشده اومده بود توی مسجد سلیمان اون نفت رو گشت کرد، بعد ما نفت که زد بیرون وایسادیم نماز خوندیم، امام جمعه دسفول و مسجد سلیمان فتوا دادن که این چیز سیاهی که اومده بیرون این کفر، نماز بخونی. رفتم خدا مرک دریوری نگو پرتوان الان میرن اینجا رو آتیش میزنن، بعد اومد گفتش که نه اگه نماز بخونی این برکت میده به خاک ما، بعد رفتن نماز برکت خوندن، مثلا نماز قفیله، قف که میشه کارتون قفیله بخونی قفل وا میکنه، خیلی بدجوری هم مخصوصا شبا وا میکنه قفله رو. بله و بعد خب یه همچین ملتی با یه همچین طرز فکری با یه همچین ماشاءالله هزار ماشاءالله تو این یه ساعت که خدمتتون عرض کردم چقدر تخم دو زرده کردیم، ماشاءالله چقدر با فهم و شعور هستیم، بله از هنرمندمون، از خوانندمون، از ویولونزنمون، از تارزنمون، از نقاشمون، خب طبیعیه وقتی میان ما رو اشغال میکنن خب تره که چرز کنم علفم خورد نمیکنن چرا اون بریزن دیگه، بعد توقع ندارن که اون شاه جوونه، اون پسر جوونه، اون محمد رضا شاه جوون، اون مثلا 1960 ما 1940 وارد کشورت شدیم، 40-41-42 تو 20 سال بعد اومدی میگی من دیگر به هیچ وجه تمدید نخواهم کرد، اوپک گود مورنینگ یستردی اوپک، ونزوئلا بیا کجام رفته دست گذاشته، اون تو حیات خلوت آمریکایی ها، مکزیک بیا، ونزوئلا بیا، عربستان احمق بیا، قطر بیشور نترس بیا، بحرین بیا، بیاین کویت بیا، بیچاره تا کی میخوای نوکر باشی؟ تو نمیخوای آدم بشی؟ آل سوای بیشور، عراق نترس بدبخت بیا، تا کی میخوای بری نوکری روسا رو بکنی، میراج بخری و نمیدونم چی زهرمار بخری؟ بیاین سازمانی درست بکنیم، اروپایی دیدن ایداد بیداد سازمان درست بشه، حالا مرکزش هم میشه تهران، گفت حالا مرکزش رو بزنیم وین. خب چی چه ربطی به شقیقه داره؟ من نفت مال خاورمیانه است، بعد من چرا باید شال کلا کنم بیام اتریش؟ خب نه دیگه باید بیای. چرا؟ چون زورشون زیاده، قویان، مقویان. بله در حالی که مثلا ما میتونستیم خاورمیانه هر سال که اعضای محترم اوپک میخوان جمع بشن، خب مثلا برن جمع بشن تو ریاض، جمع بشن تو چه بدونم کویت، جمع بشن تو بغداد، یه سال جمع بشن تو تهران، جمع بشن تو منامه، اما همون کشورهای نفتی و منطقه دیگه، جمع بشیم تو مکزیکو سیتی، بریم تو نمیدونم کاراکاس، تو ونزوئلا. خب پس چرا ما چرا باید پاشیم بریم وین؟ خیلی حرفا خیلی زوره دیگه. حالا من بشینم اینجا فشار به مغز خودم بیارم که آقا چرا به ما زور میگین؟ میگه زبون درازه، این زبون درازه، زبونش از حلقومش، از گوشش، از دماغش، اگه سولاخش این زبونو بکشیم بیرون داره دوزاری میندازه، داره دوزاری، بعد بستگی به این داره که من تا چقدر بیام جلو.
بله میبینم من تا چه حد دارم میام جلو، تا حدیه که مثلا با 4 تا فوش خارمادن تو اینستاگرام صداشو قطع کنیم، نه هنوز پر روه، 2-3 تا مثلا تو دک و پوسش مثلا تو تلگرام بزنیم، نه هنوز پر روه، 4-5 نفر مثلا مثل یارو اولاغ و خراسان و این اراضی رو باشون یه مدت ببر ما پیچی دادن یارو چیزه بود سکسیتیه و همینا دیدن نه من هی دارم میام، میگن آه داره میاد داره میاد، این بچه پو این تن و بدنش میخاره، خیلی بدجوری هم میخاره. بله بله جناب مهندس شماره 1 و لطف محبت بفرمایید. من همیشه فرمایشات خدایگان رو برای شما پخش میکنم، انقدر پخش میکنم که یا تو گوشتون بره یا از این بدبختر بشید. به شما ملت ایران گفته بودم که ما میگذاریم که یکی از آنها را انتخاب بکنند. امروز میتوانم به شما بگویم که آنها راه دوم، یعنی تسلیم کامل و اداره حقیقی و کامل و البته مالکیت کامل تمام تأسیسات نفت در ایران به ایران واگذار خواهد شد. شاهنشاه اضافه می‌فرمایند که بدین ترتیب شرکت‌های معتبر نفتی خارج تنها سفارش دهنده مقدار نفتی که ما می‌توانیم به آنها تحویل بدهیم خواهند بود و سود ایران از هر بشکه نفت از هیچ یک از ممالک حوزه خلیج فارس کمتر نخواهد بود. شکرگزاری به درگاه خداوند و باز هم یک مرتبه دیگر اظهار امتنان نسبت به همسایه بزرگ. بدین گونه در همان روز که آرزوی دیرینه هر ایرانی داشتن کارخانه ذوب آهن تحقق می‌یابد، شاهنشاه تحقق یک آرزوی بزرگ ملی دیگر یعنی به دست آوردن مالکیت و مدیریت مطلق صنایع نفت و از بین رفتن محدودیت فروش نفت ایران را بشارت می‌دهند. سپاس از شما جناب مهندس یاشه گرامی. بله با 1001 بدبختی، بدبختی و بیچارگی، هیچ لغت دیگه هم توش نیست، چه زحماتی، چه تلاش های خستگی ناپذیری، چه ها کشید خدایگان که 4 تا مهندس بفرسه، 100 تا دانشجو رو فرستاد به آلمان، به انگلیس، به این ور اون ور، 4 تاش آدم حسابی برگشت اومد ایران، بقیه شدن کنفدراسیونی. تازه اون 4 تا هم که اومدن باز 2 تاش قرقر میکردن میشست توش دفتره مهندس شرکت نفت، مهندس حفاری مثلا از دانشگاه قنبول قنپولی هیستین تگزاس، این میومد تهران. تازه بعد میگفت پیف 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 را نرین که بوش میاد، سکرتر یکی از یکی خوشگلتر، هر چی میخواست دم دستش بود، کادیلاگ، راننده، خواننده، نوازنده، آشپز، باغبون، که هیچی نق نزنه. بازم میگفت یستردی گود مورنینگ تهران بوی نفت پیچیده است، زیر جوبهاش خیلی لجن هست، در حالی که در تگزاس همیشه بوی ماهی میامد، دروغگو لعنت بر پدر و مادرش، خیانت رو کردن تو خونمون، سر سگ میزنی خائن میاد بیرون. 43 سال مملکت داغون شده مباحث سیاسی خارج از کشور رو. حزب دیگه به این نگید حزب مشروطه، بهش بگید حزب مشروعه. اینا مشروطه چی نیستن، اینا مشروعه چی هم، برید ببینید دبیر کلش با کیا میره میشینه عکس میگیره و با کیا میرن میشینن تو کلاب هاست این ور اون ور، بعد با چه چیزی میشه همایش، همایشی که همه دشمنان پهلوی نشده به حلسه این آقا، ببخشید گفتم آقا. چرا؟ چون اصلمون بده، چون خیانت رو کردن تو خونمون با اون نیزه ها که اومدن ایران گفتن نصر من الله و فتح قریب، اون موقعی که بابک خرمدین سرشو بریدن، اون موقعی که رگ میهن پرستانو زدن، اون موقعی که اون بلاها رو بر سر ایران آوردن، در رفتیم رفتیم تو کوها،
ما ملتی هستیم که دست به فرارمون گوده گوده. عراق حمله کرد 30 و 31 شهریور به ایران، همه ما نون لواش خوش کردیم، یه دونه ضبط صوت و دو تا کاست و ورق و 4-5 پتو برو بریم. غرب تهران میرفت به سمت کرج، شرق تهران میرفت به سمت اوشون فشن. تهرانو خالی گذاشتیم که صدام بیا. خود بنده نمونش خیانت کردن تو خونمون. درس میهن پرستی رو فقط پهلوی اومد به ما یاد بده. فرصتی نبود. اگه فرصتی بود میفهمیدیم این مرد با چه خون و دلی زباهن بر ما زد. بزرگترین پالایشگاه نفت جهان در شهر آبادان. چرا آبادان؟ که پوز عراق بزنه، پوز خاورمیانه بزنه، بگه بغل گوشتون بزرگترین پالایشگاه نفت جهان دارم. جرأت دارید یه تیرکمون یه تیرکمون مگسی پرد کنین این طرف. نفهمیدیم که چه کرد. هنوزم نمیفهمیم. چه نسلی قراره بفهمه من نمیدونم، منم نمیفهمم. جناب مهندس شماره 2 رو لطفا باید بفرمایید. ما در موضوع نفت با شرکت های عامل، یعنی کنسرسیوم نفتی که در ایران کار میکند، چون 4-5 شرکت دیگری هست که با ما کار میکنند، ولی البته اونها در یک محدوده بسیار کوچکتری هست، مشغول مذاکره بودیم. مذاکرات نه قطع شده است و نه به جایی است. این است که امروز بدون ورود در جزئیات خطوط کلی آن را باید برای شما بگویم. موقعی که در 1954 ما قرارداد نفتی را امضا کردیم که شاید در اون روز بیشتر از اون هم نمیتوانستیم به دست بیاوریم، یکی از نواد قرارداد این بود که شرکت های عامل منافع ایران را به بهترین وجه حفظ خواهند کرد. ما دلایلی داریم که این کار نشده است. در قرارداد 54 سه دوره تمدید 5 ساله در نظر گرفته بودند که ضمناً شرط شده بود که منافع ایران حفظ بشود. ما دلایل کافی داریم که مطابق حتی همین قرارداد 54 قرارداد نفت خود را با کنسرسیوم در سال 1979 یعنی 6 سال دیگر به هیچ وجه تمدید نکنند. حقوق حاکمیت هر مملکتی به او اجازه میدهد که بر ثروت طبیعی خود نظارت کامل داشته باشد و اصول منشور ملل متحد و قطعنامه‌های به خصوصی در این مورد تصریح دارد که نه فقط ثروت هر مملکتی، ثروت زیر زمینی و روی زمینی هر مملکتی مال اوست، ولی حتی قراردادهایی که با کمپانی‌های خارجی برای بهره برداری و استخراج بسته می شود نمی تواند بدون سادید مملکت صاحب ثروت مورد بهره برداری قرار بگیرد. یعنی هیچ کمپانی نمی تواند بگوید که من می خواهم مثلا از نفت سالی اینقدر استخراج بکنم، مثلا یک استخراج معقولانی که بگوییم فقط محض خاطر ذکر یک رقمی 1,000,000 بشکه معقولانه باشد به نسبت ذخایر، اگر اون کمپانی بگوید من 200,000 بشکه بیشتر برنمی دارم، یا اینکه به عکس بگوید من 2,000,000 بشکه برنمی دارم، اون حق را به او نداده است. نفت صنعت پیچیده است. یک چاهیره اگر بیش از مقدار معین استخراج بکنید در واقع اون چاه را شما میکشید. اگر بازیافت مجدد، چون حرف فنی
اگر گازهایی را که لازم هست دو مرتبه در چاه برگردانند، به قول اصطلاح فنی انجکشن بکنند نکنند، این حفظ منافع مملکت نیست و این کارها در مملکت ما نشده است. راهی که برای ما میماند دو تاست، چون مردمانی هستیم که به امضای خودمون پابند هستیم، میگوییم یک امکان این است که تا 1979 یعنی 6 سال دیگر کمپانی های موجود به کارشون ادامه بدهند، به شرطی که درآمد هر بشکه نفتی که به ما میرسد از درآمد ممالک هم حوزه ما کمتر نباشد، به شرطی که قدرت صادراتی ایران به 8 میلیون بشکه در روز برسد و اگر فاصله‌ای که حالا تا اون رقم هست پر نشود خود ما خواهیم کرد و خود ما میدانیم با اون نفت اضافی چه بکنیم. در 1979 قرارداد خاتمه پیدا خواهد کرد و شرکت های فعلی در اون ردیف بلندی که بعد خواهد ایستاد و مشتری نفت ایران خواهد بود بدون هیچ مزایای مثل دیگری باید بیان سخت بکشن. سپاس از شما جناب مهندس هاشمی گرامی. خب این بخش اولو شنیدیم، حالا تا بخش دومش هم الان تا دقایق دیگه پخش کنیم. خب فرمایشات شاهنشاه آریامهر رو وقتی الان ما گوش میکنیم، خب حرف خیلی منطقیه، حرف غیر منطقی زده نمیشه. ایشون میفرماین که آقا ما با شما یه قراردادایی داشتیم، زورمون بهتون نمیرسیده، یه قراردادایی بستیم که حالا وقتی ما داریم این قراردادا رو نگاه میکنیم میبینیم که شما حتی همون قراردادی که با ما بستید به قرارداد خودتونم به تعهد خودتونم چیز نبودیم، پایبند نبودیم. یعنی اومدین هم دارید اکتشاف کردین و سوراخ کردین و بردین و خوردین و اینا و چاهای ما رو زدین در داغون کردین. چون یه انسان میهن‌پرست و آگاه و کارشناس به مسائل نفتی و به هر حال یه چند تن هم میهن پرست شرافتمندی که به عنوان متخصصین امور نفتی، مهندس و چه و چه، خب دوربر ایشون بودن تو هیئت دولت و همه که خائن نبودن، که مثل انسان‌های شریفی هم که رفته بودن درس خوندن اومده بودن داشتن زحمت میکشیدن برای مملکتشون. خب با مشورت با هیئت دولت و کارشناسان نفتی ایشون به این نتیجه رسیدن که آقا شما دارید در عد چپاول ما رو میکنید. خیلی خب حالا ما چون قراردادی که با شما بسته بودیم و اون کنسرسیوم اول و بعدش رسیدیم به قراردادهای دیگه، حالا ما دیگه نمیخوایم این قراردادهای استثماری رو با شما ببندیم. البته ما به تعهدات خودمون چون ملتی از این پایبند به اصول اخلاقی هستیم متاسفانه، چون الان اخلاق در دنیای سیاست که معنایی نداره، که اگه معنا داشت که مثلا دوری کندی رو نمیزدن از در داغون شوکان یارو. بله، چون تعهد داریم به اخلاق، پایبند هستیم به اصول اخلاقی، ما این قراردادی که با شما بستیم این تا چند سال دیگه تموم میشه، از 1979 یعنی از همون موقع که تیر خلاص رو زدن به شاه و کشور و ملت و مملکت و عمر دبدان کردن، بله، بعد ما از اون موقع دیگه ما با شما قراردادی امضا نمی کنیم. اگر بخوایم با شما قراردادی امضا بکنیم بر اساس اصولیه که ما بهتون دیکته میکنیم، یعنی من میام به توی بی پی بی پدر، همون که مصدق به قدرت رسوند دو سال شد بلای جان ملت ایران و ضربات و سنگینی به مملکت ایران زد، اون بی شرف زیر شلوار گوش قشی و یا رویال شل و یا هر کدوم از شما گردن کلفتای بی رحم که رحم و انصاف نداری، تا هر جا دلتون میخواد انقلاب را میدازید، کودتا را میدازید، اینه میکشید، پینوشه رو میارید، حسن میبرید، حسین میارید، اونو میبرید، اینجا رو آتیش میزنید، اونجا رو منفجر، هر کدوم دلتون میخواد میکنه. قدرتمندن دیگه، تعارف نداریم که.
رحم و انصافی هم که تو کار نیست. بعد اینایی که شدن مثلا رئیس کمپانی فلان شرکت نفت، اون اصلا اون شما بیا برو بهش بگو رحم انصاف، مردم تو آفریقا نون ندارن بخورن. میگه what do you say، چی میگی تو، شما چی میگی؟ نه من رئیس کمپانی خدای نفت جهانم، چرا داری برد بلا میگی؟ من برام مهم نیست تو نیجریه مردم دارن تاپال گاف میخورن، نیجریه نفت داره، اون مال من، سودان نفت داره، جنبش های آزادی بخش سودان مرگ برای امپریالیسم، که خفه بمیر، بیل میدم به دست خودت، نفت و خودت در بیاری بریزی تو بشکه تره تمیز تحویل من بدی، من بردارم از دریای سرخ بیارمش بالا. من برام مهم نیست تو جیبوتی، تو اریتره، تو نمیدونم ماداگاسکار اینجاها چه خبره، کی گرسنه است، نفت داره. من برام مهم نیست مکزیک یکی از تولید کننده نفت جهان، ملتش با بدبختی خودش لای سیم خاردار میرسونه میاد آمریکا، میره مستراشویی میکنه و حشیش میفروشه و بدبختی و بیچارگی دیگه دو نسلش نابود میشه تا نسل سومش بچهش مثلا اونجا بشه، مثلا فرض بفرمایید کارگر فلان کمپانی سیگار فروشی. من اینا اصلا من اینا مد نظرم، چرا دارین بد بلا میگین؟ مسائل سیاسی در جهان رحم و انصاف نداره. ما اومدیم بچاپیم، زورت میرسه جنون وایسا، زورت نمیرسه بکش کنار، نکشی کنار میکشونمت کنار. خب شانشار یومر اومده جلو اینا ایستاده و میدونه جلو چه جانورانی ایستاده، تکیهش به کیه؟ به ملتشه. ملت کجاست؟ تو شمال داره به شم میزنه. من نمیگم همه چیز مقصر ملته، دولت مقصر بود، دولت نیومد درس میهن پرستی به ملت بده. چرا نداد؟ چون نفوذی تو دولت بود، همه چی به هم مثل زنجیره غذایی ربط داره. کمونیستا رادیو تلویزیون رو گرفته بودن، به جای که سریال طلاق برامون درست کنه همین گور به گور شده، انقدر شرف نداشتن که بیان سریالایی برای ما درست بکنن که ما بفهمیم چه بلایی سرمون اومده. دلیران تنگستان رو درست کردن ساعت 3 بعد از ظهر نشون میدادن، اونم یه خط در میون، ولی دایی جان ناپلئون رو طوری پخش کردن سر ساعت که رفت تو مخمون. بعد هنرپیشه‌ای رو آوردن اون تو گذاشتن که همه ما بریم تعقیب کنیم، کم اسمایی نبودن، پرویز فنی‌زاده، پرویز صیاد، نصرت الله کریمی، محمد علی کشاورز، غلام حسین نقشینه، پروین ملکوتی، اینا کم اسامی نبودن، کم وزنه‌هایی نبودن تو سینما و تئاتر و تلویزیون ایران، تو هنر ایران. ولی تو دلیران تنگستان بهترین هنرپیشه معروف‌ترین هاشو ببینیم کیا بودن؟ شهروز رامتین که بعد شد خودش نوکر جمهوری اسلامی، و کسی دیگه نبود. من از همین الان شما میپرسم نقش رئیس علی دلواری رو در دلیران تنگستان همین الان فعل بدای بدین چه شخصی بازی میکرد؟ الان کجاست هنرپیشه؟ میدونی؟ نمیدونی. ولی اگر اون نقش رو بهروز وثوق بازی میکرد میدونستیم، بهروز وثوقی. اگر اون نقش رو فردین و ایرج قادری و بیک امامبردی و ملک موتی و یکی از هنرپیشه‌های صاحب‌نامه ایران بازی میکرد، الان همه تون بودیم برای رئیس علی دلواری نقششون مثلا ملک موتی بازی کرد. آقا ما خائنیم، خیانت شد به کشور. بعد نمیان اعتراف بکنن بگن که ما رفتیم سر سن کابار میامی گفتیم یاور همیشه موتا. نمیان اعتراف بکنن بگن من گفتم وقتی رسید یه آهو هنوز نفس داشت. نمیان اعتراف بکنن بگن ما در امتداد شبو بازی کردیم، ما تهیه کنندش بودیم، ما بازیگرش بودیم. نمیان اعتراف بکنن به کثافت کاری خودشون. مجموعه میگن شاه خائن بود. خائن جد و آبادتونه. چرا به شاه میگید خائن؟ خیانت تو کردی، خیانت تو کردی که به آب و علوفه رسیدید یابو برتون داشت. اگه شماها شرف داشتین باید یه فیلم بازی میکردید که ما بابک خرمدین رو بشناسیم. چرا بازی نکردی؟ حاضر بودید برید نوکر آنتونی کوین بشی؟ حاضر بودید برید فیلم های چرت پرت ترکی با فخرالدین بازی بکنی؟ یه دربداغون آشغال بی سوا. ولی حاضر نشدید یه فیلم بازی کنید به نفع ملت ایران، ما بفهمیم یعقوب لیث صفار کی بوده. حاضر نشدید یه فیلم بازی بکنید ما بفهمیم اساساً جریان 28 مرداد چی بوده. یه فیلم ساختن به نام تپه، نمیدونم 33 چی بود، ناصرخان ملک موتی و دیگران بازی کردن، اصلا فیلم به نمایش داده نشد. چرا؟ ولی میرفتن فیلم درست میکردن به اسم ملکوت که بعد سوابق جلوشو گرفت. چرا گرفت؟ چون فیلمی بود که میتونست خیلی
درد سرساز بشه تو مملکت، از نظر روحی و روانی جامعه را از نظر روحی و روانی داغون میکرد و بعد معترض میشدن و بعد به خاطر که لج کنن میرفتن گوزنا رو بازی میکردن و اینا رو نسل جوان نمیفهمید. چون نمیفهمید میرفت وای میساد سیگار وینستون میگرفت تو دستش، توش سیگار زر میذاش، میرفت فریاد زیرابو نگاه کنه که بره بشینه یه مش چرت و پرت گوش کنه، که یه مش توده‌ای تو اون فیلم بیان این بلا رو سر مملکت ایران بیارن. و بعد یه بیشعوری به اسم الاغ ماهی که 4 سال رفته کلاس مدرسه، اون بیاد بشه خواننده برتر ایران و فیلم بازی کنه و بشه در نقش رضا بره بش تو سطل آشغال. بعد همین الان همونا امروز به آب و علوفه رسیدن، دارن بهترین عشقو میکنن، بچه‌هاشون در بهترین دانشگاه تحصیل دارن میکنن، خودشون هنوز دارن با پنبه ماساژشون میدن. من که باید تو اون مملکت یک کاره میشدم، به یه چیزی میرسیدم، با زحمت پدر و مادرم درس خونده بودم به یه جایی میرسیدم، باید بیام تو خارج از کشور 4 سال در هایم پناهندگی ظرفشویی بکنم و هنوز اسم اون الاغ ماهیه و اسم من کیه؟ فحاش، چاقوکش، فلون فلون شده، بی سواد، نفهم. آره به من نمیگم میهن پرست، به اون میگم میهن پرست. عیب از کجاست؟ خودتون پیدا کنین. من میگم عیب از ماست، ما خائن رو هنوز نمیشناسیم، ما مرز بین خائن و خادم رو نمیدونیم هنوزم نمیدونیم. ما هنوز نمیتونیم بین شخصی به اسم آقای آریان وطنخواه و لگن فروش دوست بیان یه مرزبندی بکنیم، نمیتونیم. چرا؟ به دلیل اینکه اون موقعیت بیشتری داره، اون بیشتر اومده سر شما رو کلا گذاشته و شما خوشتون میاد که اون سر شما رو کلا بذاره. آره خوشتون میاد، هنوزم خوشخوشانتون میشه و اونم میدونی که میره کسافتی مثل سارق کسافت کلامو میاره که اون فخاشی رو بکنه بیاد بگه شاه نه دموکرات بود، نه آزادی خواه بود، نه ایرانو ساخت، نه هیچی ساخت. کی اینو میگه؟ یه مامور اطلاعاتی سارق کسافت کلام که جفت تخم و ترکه‌هاش تو خارج از کشور بهترین دانشگاه دارن تحصیل میکنن، از در دیوار سفارت کشیدن بالا، همون معصومه ابتکار، نیلوفر ابتکار، بچه‌هاش در همین ایالات متحده امریکا در کشور کفر امپریالیست داره تأثیر میکنه. ملت بس دیگه اینقدر بی تفاوتی، چقدر دیگه بیان فرمان شده شاهنشاه رو پخش کنیم؟ شهبانو دیگه به چه زبانی بیان فرمان مشروطیت رو صادر بکنن؟ آقا رضا رهبر نداریم؟ نه، بی ارزه ایم، هممون بی ارزه ایم، هممون خائنیم، به خیانت عادتمون دادن. مرز بین خادم و خائن رو نمیدونیم. هنوز تو دنیاهای مجازی میرید میشینید پای مزخرفات یه مش آدم بی شعور. هنوز که هنوز براتون این اراذل و اوباش بوتن، هنوز دارین ترانه های اینا رو گوش میکنین. همین سه تا جرثومه فساد اخلاقی و مالی میرن به هوشنگ ابتهاج تسلیت میگن، همین الاغ ماهی و یاور همیشه معتاد و اون یکی گیجلی آقای ابوی، هنوز دارین عکس اینا رو تو پروفایل تو میذارین، خجالت بکشی. جناب مهندس قسمت دومش هم لطف کنید شماره 3 رو. باید به دودی برای ما روشن بشه. شرط اول
ادامه کار تا 79 یا مشتری شدن و مطمئن بودن به این که نفت برای مدت طولانی با شرایط مناسب در اختیار خواهد. ولی برای این که شرط دوم را ما بتوانیم انجام بدهیم لازم است به خصوص که صنعت ما توسعه پیدا می کند بهترین متخصصین خارجی را یا به طور دست جمعی و متشکل یا به طور انفرادی در استخدام خود بیاوریم برای ما کار بکنند و در حفظ و نگهداری و تفحص و تجسس بیش از گذشته دقت بکنیم و بیش از همیشه برای این که یک صنعت درجه‌ی مقیاس بین المللی ایجاد بکنیم خواهیم کوشید و برای این کار از فردا حتی باید مطالعه کنیم که سازمان شرکت ملی نفت ایران چطور خودش را برای یک زمان فوری و یا برای سال 79 آماده و مهیا کنند. ما خودمون بهتر از هر کسی نواقص خودمون را میدانیم. عمده نفت ما این است که کادرهای فنی به اندازه کافی نداریم، مدارس حرفی به اندازه کافی نداریم و متاسفانه موقعی که مدرسه حرفی درست میکنیم بعد از چند سالی فورا به تقاضای این و آن اون مدرسه حرفی که باید دیپلمه حرفی بده بیرون فورا میخواد یک بچه به دانشکدهی به سر خودش بزنه، فورا یک ورقه لیسانس آقا بعد میره پشتی میدوشه. کارگر فرستادیم به آلمان فدرال برای یاد گرفتن حرفه، برگشته به ایران. البته چند نفر از اونها فورا برگشتن سر کار اولیشون. یه دی میگن خیر ما دیگه پشت ماشین نمیست این عیده. اما کارگرانی که یا زنهای شما یا خواهرهای شما در کارخانه مثل شما کار میکنن مگر اغلب و اکثریت دستجات مذهبی که در روزهای عزاداری در این شهر را میفتن مگر از شما تشکیل نمیشود؟ اسلام همونطوری که گفتم اسلام روز اول است و این کاری که ما میکنیم و این مواد انقلاب ایران تمام استوار بر همه رسول است. سپاس از شما جناب مهندس سیاوش گرامی. خب وقتی که ما اینا رو نمیفهمیم مومنت من بعد میگم بعد خوبو میگم خوب دنیا فردا همه یه وجب جایی ملت این تقصیر رو داره اما اصل تقصیر مقصر اصلش دولته. چرا دولت؟ دولت برای من مهم نیست. هویدای علم حجیر حکیمی اقبال آموزگار دولت باید بیاد به دانش آموز به هنرمند باید بیاد به جایی که جایزه سپاس بدید به پرویز فنی‌زاده هروئینی به خاطر مزخرفی که میره بازی میکنه جایزه سپاس رو باید بذارید برای کسی که میره یه فیلم تاریخی برای مملکت بازی میکنه. جایزه سپاس نباید به قیصر داده بشه. به چه مناسبت؟ واسه چاقو کشی؟ این دو تا چهار تا کنید آقا جون. فوتبالیست مملکت بهش مدال طلا میدن، ارج و قرب واسش میذارن، میگن فوتبالیست واسهشون ماشین تهیه بکنین. کشتیگیرا اینا کشتیگیرامون رفتن نشستن نامجو یکیش بود نصیری یکیش رفتن به خمینی گفتن سرود شاهنشاهی سرود مارش فرانسوی. فوتبالیست های مملکتمون همون بچه های تاج و پرسپولیس به جز 4-5 آدمش شرافتمندش از جمله یکیش ناصر خان رفتن پیش خمینی عکساش هست. رفتین همتون رفتین رفتیم پیش خمینی نشستون بیمار روانی هم چرت و پرت بهتون گفت. بله این یه قسمت کار. قسمت دیگرش دولته. دولت باید به ما اینا رو یاد میداد. دولت باید میومد سینه سپر میکرد وای میساد میگفت به چه دلیلی تو سریال طلاق درست میکنی؟ از چی میترسیدید؟ از اینکه مسعود اسداللهی ها فردا نرن تو فلان روزنامه بنویسن آقا سانسوره ما رو دارن سانسور میکنن با پس گردنی بیارین بنشونش تو ساواک فیلم ها رو نشون بدید ببینی
از اینجا ما ایرانو به اینجا رسوندیم، چرا زر زیادی میزنیم؟ انقدر برو عربده بکش این پاسپورتت گم شو، برو از مملکت بیرون. ما یا باید ایرانو میساختیم، درست باید میساختیمش، باید میایستادیم در برابر توده ای ها، یا ما یا باید مرغ میشدیم یا خروس. مثل اینا که میگن چیز بیاین تظاهرات میاین برای عکس شاهزاده رو نیارین، فراجناهی. فراجناهی نداریم. یعنی چی فراجناهی؟ فراجناهی یعنی خیانت. یعنی چی فراجناهی؟ هر گروهی برای خودش تظاهرات داره، سازمان تروریستی مجاهدین برای خودش تظاهرات داره، چپی واسه خودش تظاهرات داره، چپی هیچ کس این کارو نمیکنه، یا مشروط خواهی این کارو میکنن یا تروریستای مجاهد. توده یا تالا تظاهر گذاشتن، مصدقی یا تالا تظاهرات گذاشتن. یعنی چی فراجناهی؟ فقط جلوی عکسای علازت بگیری، برای این میگن فراجناهی. این یعنی خیانت. یعنی چی؟ آقا من مشروطه خواهم، میخوام تظاهرات بندازم تو هامبورگ، تموم شد. رضا احمدی تظاهرات میندازد در هامبورگ، مشروطه خواهان ساعت فلان تا فلان، تکلیف روشنه، باید باز علازت بیاد. وزیرش میگه داخل پرانتز فراجناهی. من غلط میگم چی حرف میزنم؟ من اگه حرف بزنم من خائنم، خیانت دارم میکنم، پول داره میرسه از سفارت. یعنی چی فراجناهی؟ این شد جریان ایران، ایران دوران شاهنشاه. یا ما میخوایم ایرانو بسازیم برای ساختن ایران، کاری که الان جناب وطنخواه میکنه. یه مثال ساده، جناب وطنخواه تکلیف مشخص کرده، آقا اینجا سنگر ایران آریایی، ما مشروطه خواهیم، دست راستی هستیم، تموم شده رفت. بیا اینجا بشینید لبتو اونجوری بکنی، راجب اسلام چیزی نگوییم، راجب بهش بگوییم شاهزاده اشکالاتی هم داره، اشتباهه، این باید با چک و لگد انجام بره بیرون. برای همین تلویزیون سالم، تمیز، قشنگ مونده سر جاش، بدون تعارف بهتون بگم. جز این اگر ایشون میخواست بگه که نه اینجوری هم حرف بزنیم، اونم بگه بیاد اینجوری حرف نزنیم، اگه اینجوری هم آزاد بشه، اینجا این تلویزیون این نبود که الان هست. الان اینجا بین خود ماها چاقو کشی بود بدون تعارف. این اقتدار دولت رو میخواد. شاهنشاه مدام نصیحت میکردن در تمام فرمایشاتشون، صحبتشون بر سر این بود، میهن پرستی، که البته من میدونم همتون میهن پرستید، انشالله که همه میهن پرستیم، چه زبونه فرالازد بفرمایم. هیئت دولت از ماساچوست آدم برمیداشت میارد ایران، از 50 تاش 40 تاش توده ای بود. بله بله. بعد میومدن ایران پیف پیف و اه اه و چه چه و تهته میکردن. کار به کجا میکشید؟ به این میکشید که 10 دقیقه به 8 شب قبل از اینکه اخبار سراسری، که همه خانواده‌ها نشستن، پدر و مادرها، بزرگترها نشستن، اخبار سراسری مملکت رو گوش کنن، 10 دقیقه به 8 شب یه بی پدر و مادری با زن کثافتش، بهزاد اشتیاقی، میومد برای ما آقای مربوطه درست میکرد، یه لگد میزد در طول 24 ساعتی که دولت زحمت کشیده بود همه رو میریخت با 10 دقیقه برنامه. بی شرف فسادت آشغال. بله. و امثالهم، جلال مقدم ها، ناصر تقوایی ها، و و و و و بله، برامو صاحب چی بود یارو؟ سلطان قران بود، چی بود؟ صاحب سلطان چی بود؟ صاحب قران، صاحب قران برامو درست میکردن. بعد کیا توش بازی میکردن؟ خونپیش هایی که اس داشتن، جمشید مشایخی، پرویز فنیزاده، مرتضی احمدی، دروغ نمیگم، اینا رو میابردن بازی میکردن. بعد در بهترین ساعت برنامه ها میامدن، بهترین ساعت های برنامه رو میدن نشون میدادن، صمد رو در بهترین ساعت برنامه نشون میدادن، صمد با الاغ وارد تهران بشه. آقا ضربه دیگه چجوری بزنن؟ برنامه نوروز ما میشد آقای خاطبه. من میخندیدم، بچه بودم زنگ میزدم میگفت الو هدی جان، من میخندیدم، ولی ضربه داشتن میزدن، ضربه میزدن. صمد به مدرسه میره، صمد خوشبخت میشه، صمد آرتیست میشه، صمد فلون فلون شده میشه، صمد سوار الاغ میشه. من میخندیدم، بچه بودم حال میکردم، هنوزم یاد خاطراتشم، ولی ضربه داشتن میزدن. آقای بلژیکی برامون درست میکردن. حالا تو بیا خارج از کشور 100 تا فیلم فرستاده درست کن، 500 دفعه داستان سینما رکس آبادان درست کن، نوشدارو بعد مرگ سهراب، بعد اسداللهی بیاد خارج از کشور درک بیفته، بعد ما بهش تسلیت بگیم. به چه مناسبت ما باید به این تسلیت بگیم؟ به چه مناسبتی ما باید به خائنین به کشور تسلیت بگیم؟ که یه روزی روزگار مثلا تو ایران فلان همکار فلان چیز بوده، خب بوده، خیانت کردید، خیانت کردید به کشور، هنوز هم این خیانت ادامه داره. و من به شما بچه های نسل جوان نصیحتتون میکنم، تحت هیچ شرایطی، به هیچ دلیلی، به برادرت، به خواهرت، به همسرت، به بچهت، به پدرت، به مادرت، به نزدیکترین کسانت که به کشورت خیانت کردن، نگو چون مادرمه، چون پدرمه چشمامو میبندم. چشممونو بستیم که امروز چشمامو کور شد، به این روز افتادیم. چرا چشتونو میبندی؟ با کی رو در وایسی داری؟
همینا مملکت رو به این روز انداختن، خودشون در خارج از کشور در بهترین شرایط زندگی میکنن، هنوز هر کدومشون به خاطر دولتی سر دوران شاهنشاه آریامهر با تا وارد سن چیز میشن $50,000 $60,000 شبی در میارن، همون مزخرفاتی هم که زمان شاهنشاه خوندن میان میخونن. اگه یه روز بری سفر اینا رو با خودت ببری بیخبر، بعد ادعای خدایی هم میکنن و هیچ کس نمیاد تو دهن اینا بزنه. چرا؟ همه میترسن نریم به اینا بگیم و اینا خوانندن 1,500,000 طرفدار دارن، به جهنم داره، به اسفر و سافرین که طرفدار دارن، به درک که طرفدار دارن، یکی باید به دهن شما کنه تو دهن اینا بزنه. تا کی میخوان به اینا باج بدین؟ جناب مهندس، این شاهو این کشور رو با دست خودم تخریب کردیم، حالا نشستیم کلیپ داریم درست میکنیم. منم براتون نشون میدم لیاقتمون بود، لیاقتمون این بود که اون کشور رو بدیم به دست این بیناموسا، کثیف‌ترین، بی‌ارزه‌ترین، پست‌ترین، لجن‌ترین قشر کثافت جامعه. شما فرض کنید از امشب حوزه لجن قم تعطیل بشه، حوزه لجن توی مشهد تعطیل بشه، دیگه ما تولیدی به اسم آخوند نداریم، دیگه این زالوها تولید نمیشن تو ایران، چه اتفاقی تو ایران میفته؟ از امشب ما دیگه آخوند نداریم، یه چنین قیافه کثافتی رو ما تو ایران نمیبینیم، چه اتفاقی تو ایران میفته؟ چی کم میشه؟ چی کم میشه؟ بعد هنوز وایسیم دستمون رو بزنیم سینه‌شون، سلام علیکم حاج آقا، خاک بر سر من، نفر اول من، من جناب مهندس. حیف بچه‌هایی که رفتن و کشته شدن، حیف نوید، حیف ندا، حیف همه اون بچه‌ها، حیف همه اون بچه‌ها. جناب مهندس 4 و 5 رو با هم پخش کنید، دستتون درد نکنه، ممنونتونم. نگاه کنید، نگاه کنید، حال کنید، حقمونه. اینجا شوراب استان فارس بخش ارسنجان. این پژوی پارس بنده خدا میخواد از مسیر معمول جاده عبور کنه، از این محله که دسته عزاداران حسینی هم توی کنگرین دارن اشاره میکنن، بی خود میخوای از این محل عبور بکنیم، ما این جاده رو بستیم عزاداری برای امام حسین بکنیم، توی نیم وجب بچه میخوای از راه معمولت عبور بکنی، غلط کردی، گورتون گم میکنی. اون بنده خدا هم وقتی میبینه دارن ضربه میزنن ماشین، دنده عقب میره، بعد میبینه که راه باز شده و اونا حمله دارن میکنن به سمت ماشین، گازشو میگیره و همونطور که میبینید بدون اینکه کسی رو بزنه راه معمول ماشین رو میگیره و حرکت میکنه. اما فکر میکنید که اونایی که شور حسینی گرفتتشون این بدبخت رو ول میکنن؟ نه، عزاداران حسینی حمله ور میشن به سمت ماشین تا بلکه گیرش بیارن. آخه غلط کردید، شما میخواید زندگی معمول داشته باشید وقتی ما میخوایم عزاداری بکنیم و خودزنی بکنیم؟ ما تو کوچه ها خودزنی میکنیم، ما راه ها رو میبندیم، ما مزاحمت ایجاد میکنیم، اگر شما تو خونتون هم بشینید انقدر تبلای بزرگ میاریم که بالاخره مزاحمت ایجاد کنیم، وقتی هم که بخواید راه معمولتون رو برید میافتیم دنبالتون و این نتیجهشه، این نتیجهشه، این بده. اینجاست که اونهایی که شور حسینی آخوندها گرفتتشون، اونهایی که عزاداران حسینی اسم خودشون رو گذاشتن، اونهایی که برای مظلومیت حسین گریه میکنن، این بلا رو سر این ماشین، این بدبخت که میخواسته از راه معمولش حرکت بکنه و بره پی کارش در میارن. فکر میکنید دست از سر خود اون راننده بر میدارند؟ اشتباه میکنید. کسایی که برای مظلومیت حسین گریه میکنند، این گونه این بدبخت رو میگیرند، میکشند با چوب و سنگ و مشت و لگد مظلومیت حسین رو به یادش میارند. اینا همینایی هستند که ادعای محبت اهل بیت و شور حسینی دارن، اینا همینایی هستن که بالای منبر میرن فحش و لعن و ناسزا میگن به یاران پیامبر اسلام و همسران پیامبر اسلام که مثلا از مظلومیت امام حسین علیه السلام دفاع کنن. اگر فکر میکنید اینا دست از سر این راننده و این ماشینش بر میدارن، سخت در اشتباهید. این آقا وضعیتش از این قراره، این درس عاشوراست که به اینها آموختند. موسی بن جعفر علیه السلام، علیهم السلام، صلوات الله علیه ما، داشتن از تو بیابونی رد می‌شدن. بعد طرف میگه یهویی دیدم یه شیری اومد طرف آقا موسی بن جعفر علیه السلام.
من در رفتم، امامو تنها گذاشتم، رفتم یه پشتی دیدم آقا موسی بن جعفر ایشیره اومد یال و کوپالشو به پای موسی بن جعفر علیه السلام مالید، یه قرشی کرد و شیر رفت. حضرت فرمودن این شیر اومد وقتی که با من صحبت میکرد اینو گفت زن من باردار است، اومدم در خونه شما، شما رو تو بیابان پیدا کردم، دعا کنید همسرم راحت وضع حمل بکند. بعد آقا موسی بن جعفر به این اصحاب صحابیشون فرمودن من دستارو بالا بردم، گفتم خدایا این خانوم این شیر راحت وضع حمل بکند، گفتم که ای شیر خدا به تو یه آقا پسری داد. و گفتم آجون قرش این شیر برای چی بود؟ حضرت فرمودن دعا برای شیعیان ما کرد. خدا شاهده من میگم یه چیزی زده. سپاس از شما جناب مهندسی هاشی گرامی. اسامی چند از بچه ها رو بگیم. همشهری امیرکبیر لطف محبت کرد $20، سپاس از شما. آقا جمشید $26، سپاس از شما. بانو افسانه از اروپا $150، با یک جهان سپاس. اکبر عزیز ما $35، دست درد نکن آقا اکبر گور. بانو ماندانا هم از آلمان بچه محل ما $50، دست درد نکنه ماندانای عزیز. و آقا بهرام گل ما هم $100. خیلی از همه تون سپاس گذارم بچه، زنگ بزنید یه رو 20 دقیقه وقت هست. دیدی مزخرفات رو دیدی؟ حالا مومن یکی دیگه الان براتون پخش میکنم، ببینید کیا به ما حکومت میکنن. اینا رو شما تو دنیای مجازی پخش میکنی چون همه که چیز ندارن که. من بعضی هاشو که میدونم باید پخش بشه پخش میکنم، و اینا حیف برنامه که من بیام مزخرفات این کسافت آشغال روانی رو پخش کنم. به قول جناب مهندس میفرمایند که یه گربه بغل امام جعفر سارق، حالا من که بو پهه میداده بو گوش میداده اینا رد شده، گربه رو در طول تاریخ تبدیل کردم به شیر، میو میو گربه رو هم تبدیل کردم به قرش شیر. یهو دیدی چه جوری هم که جواسه نمیگیره، یک مرتبه زهر مار مردی که شیر این مردشون رو زمون کسافت ده ببرن. ملت ریشه این بیشرف ها رو بخوش کنید. به قول رضاخان فاضلی گفت آخوند خوب آخوند مرده است، تا این بیناموسا تو مملکت هستن همین آش همین کاسه است، تا این خرافات این کسافت بازی تو مقعمه ماست همین آش و همین کاسه است، تا بر نگردیم به اصل خیش، تا به جای انا ان الله، تا به جای این مزخرفات پندار نیک گفتار نیک کردار نیک و به کشورمون بر نگردانیم همین آش و همین کاسه است که این کسافت ها 1400 سال سر یارو رو ببرن چسب بزنن رو سرش، تو بعد بیان سر یارو رو ببرن چسب بزنن رو سرش. همش پدر سوخته بازی بوده، همش حق بازی بوده، همش دروغ بوده، همش دروغ بوده. یه عده افتادن به جون هم دیگه، فک و فامیل هم دیگه بودن. آقا دیدین دیگه یارو مرکز چیه؟ یارو هندیه، انگلیسیه، هندیه که اینا پدر سوخته بازی جنگ خلک بازی ایران داختن که تمام افکارو حالا عوض کردن. سلمان رشدی، سلمان رشدی خفه بمیری، فلون فلون شده انگلیس، خر خودتی. جناب مهندس شماره 6 هم لطف بفرمایید، خفه بمیرید، بیشعور خودتونید. بچه هایی که صوتی رو گوش میکنید اگر دیدی یه وقف اینطوری توش افتاد به خاطر این فرد دیدید؟ اینا جانکینان پیامبر هستن، پس پیامبرتون هم همین بوده، پس همه تون همین بودید. کسی که جانشین پیامبر باشه با لگد بزنه به ماشین واند، واند مال کیه؟ علی دایی که سوار واند نمیشه که، یا علی پروین مال آدم بدبخت مسافرکشی باش کنه، بارکشی باش کنه، لقمه واسه زن و بچه‌ش، بعد بزنه گلگیرش اونطوری کنی؟ شماره شو بردارین پدرین بی ناموس بی شرف رو در بیارین.
معلومه هم میسول. اصلا کی جرأت میکنه الان یه حرف بزنه؟ آخوند یعنی خدا الان تو ایران وسط خیابون میزنه ماشین مردم داغو میکنه، پلیس میاد جریمهش کنه، میگه منو جریمه کن، الان زنگ میزنن بیان ببرنه. ببین چقدر ما رو بی عرضه حساب کردن. وای از دل ملتی که ستارخان و باقرخان اومده بیرون، از دل ملتی که یعقوب اومده بیرون، وای وای چه کردن با غیرت ملت ایران. چه خواهد نوشت تاریخ برای ما؟ برید ببینید تلویزیون قطر چه فیلمی ساخته بر علیه بابک خرمی. ببین چجوری به لجن و مسخره تاریخ ما رو کشیدن. قطر چسونه. اگه بچه های بوشهر از بوشهر جیش بکنن رو دوحه، تمام قطر میره زیر آب. بعد بچه های بیغیرت فوتبال ایران حالا میخوان برن جام جهانی اونجا بازی کنن. بلیم بابا. جناب باندس شماره 7 عکسی لطف بفرمایید. بدبختیم. خیلی بدطوری بدبختیم. خیلی بدبختیم. نگاه کنی خانم و آقایون، این مردی که میدونید که این حسین موسویان همون بود که میگه من رهبر جبهه ملی ام و داشت چرت پرت میگفت برای پادشاه. ببینید چی نوشته. پارامترهای معادلات جهانی امروز یک موقعیت طلایی برای میهن ما پیش آورده است. حالا نگاه، با قبول برجام، یعنی بریم برجام رو قبول کنیم، رفع تحریم ها و تأمین گاز و نفت اروپا توسط ایران برای منافع ملی کشورمان اثراتی شگرف خواهد داشت. تو بمیری. چرا؟ چون مصدقیه، نوکر انگلیسه، نوکر انگلیس هاست. البته اگر روسیه با نفوذ کاملی که بر حکومت جمهوری اسلامی دارد این فرصت طلایی را هم نسوزاند. دیدید خانم آقایون، اینم سند از غیب، اینم رهبر جبهه ملی. سپاس شما شما مهندس شباشی گرامی. دیدید میگم مصدقی و نوکر انگلیس هم؟ حالا دیدید چرا 43 سال جمهوری اسلامی مونده؟ دیدید چرا آخوند داره به ما حکومت میکنه؟ به دلیل اینکه مصدقی ها نوکران انگلیس و توده ای های همیشه خائن، مصدقی های ایران بر باده و توده ای های همیشه خائن، این دو گروه افتادن به جون ایران. یه گروه مسلح این داره به اسم سازمان شرکای فدایی خلق روسیه، یه گروه مسلح اون داره به نام سازمان تروریستی مجاهدین. این وسط تو این خر تو خر چی علم میشه؟ کومله دموکرات. شاگرد پادوهاشون کیان؟ علی تجزیه. چی از تو دلش میاد بیرون؟ معصوم قومی، احمد باطله، این اراذل اوباش، شرم‌آور. خر تو خر بعدی قسمت پرده بعدی خر تو خر کجاست؟ صادق کثافت کلام، تاج زاده. خارج از کشور کیه؟ کدیور، اون یارو اکبر پونس، حشمت تیخکش تریاک زدی. نشینیم بگیم چرا 43 سال موندن. حالا این پرده نمایشو دارید؟ این تئاتر رو دارید؟ مایی که به عنوان تماشاگر نشستیم داریم این تئاتر رو میبینیم، از همه بی‌عرضه‌تر ما تماشاگرهایی که داریم برای اینا دست هم میزنیم که به 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 چه تئاتری، اینجاش کمدی بود، اینجاش تراژدی بود، اینجاش اینجورکی بود. لابلاش هم این میمیره اون میمیره. برای این سوگواری بکنیم؟ چرا سوگواری کردی؟ چرا تو اومدی به این تسلیت گفتی؟ چرا تسلیت نگفتی؟ چرا تو ماچ دادی؟ چرا من ماچ ندادم؟ 43 سال روکی سوکی چشم گذاشتیم رو هم، کار کشیده به این که حالا یه عده بچهای میهن پرست که میخوان بیان یه کاری بکنن، انقدر گندکاری بالا اومده که دیگه اصلا هیچ کی چیزی رو قبول نمیکنه. بعد مامورین کوچولو 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 کوچولوهاشون، مهرهای کوچولوهاشون هم ریختن خارج از کشور، میگن چیز کنید بدون عکس پادشاه بیاین تظاهرات. که چی؟ که به هر طریقی هست اعلیحضرت سیروس رضا شاه دوم پهلوی سوم بره اون پشت، بره یه چیزی بیاریم بکشین که رو این شاه. یه روز بیان بگیم پرچم 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 پرچم، یه روز بیاد بگید نمیدونم سبز 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 سبز، یه روز بگید یار دبستانی من یار دارم، یه روز بیاد اصلاح طلب اصلاح طلب، یه روز بیاد بگیم چی چی گرد فرش گرد، یه روز هر چی، هر روز بیاد یه بعد از قوز در بیاریم. بعد ما بچهای میهن پرست که میخوان بیام اسم اعلیحضرت هم تو جریان باشه، اصلا ایشون تو این جریان بمانند، بلافاصله فخوش، چاوکش، شعبان بیمار، کودتای ننگین، ساواک، تخم مرغ. کی حمایت میکنه؟ دنیا داره از اونها حمایت میکنه. ما کجا نشستیم؟ هیچ. کو وسیله زیر دست ما؟ هیچکی. اینتر آشغال از اون طرف، بنگاه لجنپاریکنی بی بی سی از اون طرف، بنگاه لجنپاریکنی صدای آمریکا از اون طرف، بنگاه لجنپاریکنی لجنجلس هم از این طرف. حالا تو که به من بگو ای سنگ صبور، تو صبوری یا من صبور؟ خودتون تکلیف رو روشن کنی. چرا باند شماره 8 لوتو موعد بفرمایید. با حالو بگیر
ازش هنر میباره، ارهام اگر لبا کنه هر جا شکر میباره. خیلی ممنون، خیلی متشکرم، لطف داشتی به من سال ها، منم دوستت دارم خودت میدونی، امیدوارم زنده باشی و در مجالس شادی مردم انشالله رو لباشون خنده بیاری. قرمت خود شما. میدونی چقدر این کار پیشی خالق ما ثواب داره؟ البته خدا دوست داره مردانی را و کسانی را که بتونن مردم را شاد کنن. آقای ارهام ز حق توفیق خدمت خواستم، دل گفت پنهانی، چه توفیق از این بهتر که خلقی را بخندانی. ما دنبال این شعار زندگیمون را دادیم، الان هم داریم میریم عروسی، با دیدن شما عروسی مردم شاد میشه. برو به سلامت. با هم اومدی گله دار، شادی بیاری، شادی بیاری. سپاس از شما جناب مهندس سیاوش گرامی. سرکار بانو تخمینم لطف محبت کردن $200. سپاس از شما سرکار بانو تخمینه گرامی، $200 خیلی ازتون ممنونم. ایشون عباس منتجم شیرازی هستن، بچه هایی که فیلم های فارسی دیدن ایشونو میشناسن، تو خیلی از فیلم هایشون آواز خوندن، خودشون هم یکی دو تا فیلم بازی کردن به جای خیلی از هنرمندا، روزا که به سینما البته نمیخوره، به سینما پدر مادرها میخوره، به جای خیلی از هنرمندا ایشون هم آواز خوندن، اکثرا تو کارهای فیلمای روستایی بودن و ترانه‌های روستایی و محله میخوندن، اهل شیرازن که بعد اومدن اصفهان و بعد از فرقه تبهکاران این مرد رفت تو داروخونه وایساد کار کرد. یک مرد هنرمند شریف پاک که هیچ ایرانی، خیلی از ایرانی اصلا نمیشناسه، اصلا یادشون نمیاد اینا. من وظیفه اخلاقیم که فقط نیایم بگیم اسداللهی، نمیدونم چی دللهی، نه، به اینا احترام بذارید. حالا آخر برنامه یکی از ترانه های مرد شریف، این انسان شریف رو براتون پخش میکنم که ببینید چقدر زیبا خونده در دوران انقلاب سفید شاه و مردم. باج نداد به جمهوری اسلامی، رفت وایستاد توی داروخونه کار کرد، اخلاقش رو نفروخ، شرافتش رو نفروخ. الان هم یه تیکه تئاتری بود داشتم بازی میکردم با زنده یاد رضا، استاد رضا ارهام صدر، که اینم محض چیز یادگاری خواستم از اون دوران براتون پخش کنن. روان شاد، تسلیت میگم به انسان هنرمندان شریف، تسلیت میگم به خانواده‌اش، تسلیت میگم به جامعه هنری شرافتمند ایران، یعنی اون بخشی از جامعه هنری ایران که هنوز شریف باقی مونده، هنوز شرافتش نفروخته به استعمار و استثمار، هنوز شریف باقی مونده. روان شاد، روان شاد، روان شاد. اسامی رو بگیم از حضورتون مرخص بشیم. با یک جهان سپاس از جناب مهندس سیاوش گرامی و سرکار بانو مهناز گرامی و همه شما خانم‌ها آقایون. میهن پرستان به هوش باشید، میهن پرستان به هوش باشید، کشورتون رو دارن نابود میکنن، انقدر دارن وقت کشی میکنن که بگیم عطایش به لقایش بخشیدیم که ایران رو تیکه تیکه بکنن. طرح انگلیس هاست که ایران رو تجزیه بکنن، افرادشون هم دارن تو خارج از کشور. یکی از این بی پدر و مادرها علی تجزیه است، یک کثافت بی سواد نفهم بی شرف و سایر اراذل اوباش، بزنید تو دهن این ازشون نترسید. همشهری امیرکبیر 20 سال بله، آقای فرامرز لطف کردن با هزاران جاویدشاه $100. سپاس از آقا فرامرز گل، بی نهایت سپاس از شما. سرکار بانو پوران دخت عزیز ما از هلند، همرزم عزیز ما، $200 با $100 جناب مهندس، یا $200 پوران دخت؟ $200 پوران دخت عزیز ما هم از هلند، $200 با هزاران جاویدشاه. دست درد نکنه پوران دخت عزیز ما. سرکار بانو منیر و آقا خسروی گل از تورنتو $100 بی نهایت سپاس. و کوروش و سارای عزیز نوه دو بزرگوارم $40. دست گل همتون درد نکنه. اسامی رو بگیم از حضورتون مرخص بشیم. همشهری امیرکبیر
20 دلار سپاس از شما، جمشید عزیز ما 26 دلار سپاس از شما، سرکار بانو افسانه عزیز ما از اروپا 150 دلار سپاس از شما، آقا اکبر گل 35 دلار سپاس از شما، بانو ماندانه عزیز ما هم از آلمان 50 دلار سپاس از شما، آقا بهرام گل 100 دلار سپاس از شما، سرکار بانو تهمینه 200 دلار سپاس از شما بانو تهمینه، بانو منیر و آقا خسروی گل هم 100 دلار از تورنتو سپاس از شما، سارا و کوروش عزیز ما هم 40 دلار، نوه دو بزرگوار خیلی ممنونم، آقا فرامرز گل هم 100 دلار دست درد نکنه آقا فرامرز گل، و پوراندخت عزیز ما هم از هلند